کتاب نیروی حال نویسنده اکارتول مترجم مسیحا برزگر انتشارات خانه معنا راوی کتایون زند پیشگفتار چگونگی شکلگیری این کتاب برای من گذشته اهمیتی نداره و به ندرت به اون فکر میکنم با وجود این دوست دارم به طور خلاصه و بگم چی شد که یک آموزگار معنوی شدم و این کتاب چطوری به دنیا اومد. من تا سیزده سالگی در شرایطی پر زندگی می کردم. شرایطی که بسیاری رو از فرط افسردگی به سوی خودکشی سوق میداد. حالا وقتی درباره اون سالها حرف می زنم، احساس می کنم در باره زمانی در گذشته های دور و یا درباره زندگی یه آدم دیگه صحبت می کنم. یک شب، بعد از بیست و نهمین سال روز تولدم از خواب پریدم و احساس کردم به شدت حراسونم. پیش از اونم با حالتی مشابه همین حالت از خواب پریده بودم. اما این دفعه حالتی کاملا متفاوت با دفعه های قبل داشتم. بیشتر ترسیده بودم. سکوت شب، طرح شب احوار اساسیه اتاق، صدای قطاری که در اون دورها میگذشت. همه چیز چنان بیگانه با من دشمن من و بیمعنا به نظر می رسید که از دنیا بیزار شدم. بیشتر از هر چیز از وجود خودم بیزار بودم. به خودم گفتم چرا باید این زندگی پر از نکبت و تحمل کنم؟ چرا به این تلاش و تقلای بیهوده ادامه بدم؟ احساس می کردم دوست دارم فنا بشم، معدوم بشم، نباشم. این احساس قوی تر از احساس غریزی من برای ادامه حیاتم بود. این جمله مدام در ذهنم تنین میانداخت که دیگه حالم از خودم به هم میخوره. ناگهان فهمیدم که این جمله فکری در سر من. آیا من تنها هستم یا دو نفرم؟ اگه حالم از خودم به هم میخوره پس باید دو نفر وجود داشته باشن. من و خود که حال من از اون به هم میخوره. فکر کردم شاید یکی از این دو نفر واقعیت داره و اون دیگری وهمی بیش نیست. از این درک و دریافت انقدر شگفت زده شده بودم که ذهنم از کار افتاد. آگاه بودم اما دیگه از فکرها خبری نبود. احساس کردم به گردابی عظیم از انرژی کشیده میشم. این کشش اولش آهسته بود اما ناگهان شتاب پیدا کرد. حراسی به جانم چنگ انداخته بود و من میلرزیدم. صدایی در فضای سینه پیچید. مقاومت نکن. احساس میکردم دارم به درون خلایی می افتم. احساس میکردم این خلا در درون منه نه در بیرون من. ناگهان احساس ترسم ریخت و گذاشتم تا به درون اون خلا بیفتم. بعد از اونو دیگه به یاد نمیارم. پرنده‌ای که لب پنجره نشسته بود و میخوند از خواب بیدارم کرد. بیش از اون چنین صدایی رو نشنیده بودم. چشمام هنوز بسته بود. تصویر یک الماس در خاطرم نقش بست. گفتم آره اگه الماس میتونست آواز بخونه صدای اون شبیه همین صدایی میشد که الان میشنوم. چشمامو باز کردم. نخستین پرتوهای خورشید صبحگاهی از لای پرده های اتاق به درون میتابید. بدون هیچ فکری احساس کردم نور باید چیزی بیشتر از اونی باشه که ما احساس میکنیم. اون نور ملایمی که از لای پرده ها به درون اتاق میتابید خود عشق بود. چشمان پر اشک شدن. بلند شدم و دور اتاق قدم زدم. اتاق رو میدیدم و میدونستم که تا اون زمان اتاقم رو واقعا ندیده بودم. همه چیز تازه و با تراوت به نظر می رسید. انگار همه چیزها تازه به وجود اومده بودن. اشیا رو بر می داشتم. یک قلم، یک لیوان و زیبایی و حیاتی که داشتن به شگفت می اومدم. اون روز در شهر گشتم و موجزه زندگی به روی خاک را رو مشاهده کردم. احساس می کردم تازه به این دنیا پا گذاشتم. پنج ماه بعد از اون حادثه رو در حالتی از آرامش ژرف و سکوت گذروندم. سپس به تدریج از شدت اون احساس کاسته شد. و شاید اون احساس تبدیل به حالت طبیعی من شده بود. در جهان بودم و به طور عادی زندگی می کردم. گرچه دیگه می دونستم که همه تلاشها و کوشش های گذشته من عملا نمیتونست چیزی به اونچه که در ابتدا داشتم اضافه کنه. البته می که حادثه ای جرف و شگفت در من اتفاق افتاده. اما نمی این حادثه را بفهمم. چند سال بعد بود که با خوندن متون معنوی و گفتگو با استادان معنویت فهمیدم که اون چیزی که منتهای آرزوی همه است در من اتفاق افتاده. فهمیدم که فشار شدید رنج اون شب باید آگاهی منو از دامی رهانده باشه. دام بازی ذهن بازی ذهن اینه که تو خود رو با ترس ها و غم های خود یکی بدونی این رهایی چنان کامل بود که بیدرنگ خود دروغین و رنجور من فرو ریخت گویی باد بادکنکی رو ناگهان خالی کرده باشند آنچه باقی مانده بود ماهیت حقیقی من بود ماهیت همیشه حاضر من هستم آگاهی ناب و رها از صورتها. همچنین آموختم که با حفظ آگاهی خود به قلم روی بی زمان و نامیرای درون برم. قلم رویی که قبلا اون رو به شکل خلاه احساس کرده بودم. در چنان حالتی از لطف و لطافت و قداست غرق شده بودم که حتی تجربه های معنوی گذشتم در برابر اون رنگ می باخت. زمانی رسید که برای مدتی دیگه از معاش و معیشت چیزی برام نمونده بود. رابطه هم قطع شده بود. شغلی نداشتم. خونه ای نداشتم و هویت اجتماعی خود رو نیز گم کرده بودم. دو سال تموم با شور و سرمستی در پارکا میگشتم، روی نیمکت ها می شستم و در شگفتی های پیرامون خود غرق می شدم. اما حتی زیباترین تجربه ها نیز میآیند و میروند. بنیادی ترین تجربه من همون تجربه آرامش ژرف بود که از اون موقع تا کنون هرگز منو ترک نکرده. تجربه ای که گاهی چنان قوی و آشکاره که دیگران هم میتونن احساسش کنن. گاهی همین تجربه جایی در پس زمینه وجود منه و همچون نقمه ای از دور ها به گوش میرسه. گاهی بعضی یا پیش من میان و میگن ما تجربه ای رو میخوایم که تو به اون رسیدی. میتونی اون رو به ما منتقل کنی؟ میتونی راه رسیدن به این تجربه رو به ما هم نشون بدی؟ و من به اونها میگم شما چیزی رو از من میخواین که خود دارای اون هستیم. مشکل فقط اینه که شما نمیتونید اون رو در خود احساس کنی. چون ذهن شما حیاهو راه میندازه و نمیذاره صدای اون به شما برسه. این پاسخ رشد کرد و کتابی شد که تو اکنون در حال گوش دادن به اون هستی. در ضمن پیش از نوشتن این کتاب من هویتی ظاهری هم پیدا کرده بودم. حالا دیگه من آموزگاری معنوی بودم. حقیقتی که در درون توست. این کتاب اصاره آموزه های منو در برداره. البته من سعی می کنم آموزه هامو حتی مقدور در ظرف کلمات بریزم و با افراد و گروه های کوچک و سالکان راه معنا در میون بذارم. این تلاش من در ده سال گذشته بوده. میدونم که کلمات گنجایش همه چیزو ندارن. میخوام با همه وجودم تشکر کنم از همه اونایی که شجاعت داشتن و خواستن که تحول درون خیش رو تجربه کنن. اونهایی که پرسش جدی مطرح کردن و آماده شنیدن پاسخ هم بودن. اگه این آدم های دوست داشتنی نبودن، این کتاب به زیور تب آراسته نمیشد. این آدم اقلیتی هستند رو به که پیشروان معنویت عصر ما خواهند شد. اینها به جایی می که می تونن پوسته الگوهای ذهنی جمعی موروسی رو بشکنند و بیرون بیان. الگوهایی که سالهای سال بشریت رو اسیر رنجهای بسیار کرده. من اطمینان دارم که این کتاب به دست همه کسانی خواهد رسید که خواهان دگرگونی بنیادی درون خیشن. همینطور امیدوارم این کتاب به دست کسانی هم برسه که محتوای اون رو در خوره توجه می‌دونن، گرچه آماده نباشن که محتوای این کتاب رو زندگی یا تمرین کنن. این امکان وجود داره که بعدها بذری که در حین خواندن این کتاب کاشته شده تبدیل به دونه روشنی بشه و ناگهان بشکفه بباله و درختی غرق شکوفه بشه این استعداد در ذات همه آدمیان هست این کتاب در پاسخ به پرسش های کسانی فراهم اومده که در سمینارها، کلاس های مراقبه و نیز نشست های خصوصی مشاوره شرکت کردند. بنابراین من شکل و شمایل پرسش و پاسخی محتوای این جلسه ها رو حفظ کردم. در این جلسه ها من بیش از مخاطبانم آموختم. بعضی از پرسش ها و پاسخ ها را کلمه به کلمه حفظ کردم. بعضی هم حاصل جمع پرسش هایی است که بیش و کم شبیه هم بودن. هنگام نوشتن گاهی پاسخ های دقیق تر و عمیق برای پرسش ها پیدا می کردم و اونها رو جایگزین پاسخ هایی می کردم که قبلا داده بودم. ویراستار کتابم برای وضوح بیشتر مطالب پرسش هایی طرح کرد که برای اونها هم پاسخ ارائه کردم. از ابتدای کتاب تا انتهای اون گفتگوها در دو سطح ارائه شدن. در یک سطح توجه تو رو به اون چیزی که در توست و دروغین است جلب می کنم. در این سطح درباره طبیعت ناآگاهی بشر و طبعات رفتاری اون سخن میگم. تبعاتی که شامل کشمکش در رابطه دو فرد تا جنگ بین گروه ها و ملت میشه. دونستن این چیزا حیاتیه چون اگر دروغ رو به عنوان دروغ نشناسی هرگز نمیتونید دگرگونی بنیادی بیافرینی. در نتیجه همواره به توهم های خود متمایل میشی و رنج میبری. در این سطح نشون میدم که چطور از اون چیزی که در تو دروغین و جلیه یک خود نسازی و مشکل شخصی نیافرینی چون اون چیزی که دروغین و جلیه به این ترتیب هست که خود رو زنده نگه میداره در سطح دیگه از دگرگونی رفع آگاهی انسان سخن میگم نه به عنوان امکانی دور در آینده بلکه امکانی که در لحظه اکنون در دسترس توه مهم نیست که کی هستی و کجایی نشون میدم که چطور خود را از اسارت ذهن رها کنی به ساحت روشن آگاهی وارد بشی و این روشنی رو در زندگی روزمره خود حفظ کنی در این صد کلمه ها نمیخوان اطلاعات تو رو زیاد کنند بلکه سعی میکنن تو رو به قلم رو آگاهی تازه بکشونن مدام سعی میکنم تا تو رو با خود به قلم رو بی زمان آگاهی ژرف ببرم آگاهی که در لحظه حاله به این ترتیب میکوشم تعم روشن شدگی رو به تو بچشونم. تا موقعی که نتونی گفته های من رو تجربه کنی ممکنه بعضی از حرفان برات تکراری به نظر برسن. با وجود این به محض تجربه گفته های من در میابی که این گفته ها نیروی معنوی شگرفی در خود دارن. به علاوه چون همه آدم ها بذر روشن شدگی رو در دل خیش دارن من اون داننده ای رو در تو مورد خطاب قرار میدم که برای آن هویت متفکر تو ساکنه همون داننده که خیشتن حقیقی توه و حقیقت معنوی رو میشناسه از صدای اون به لرزه در میاد و از اون نیرو میگیره شاید اینجا لازم باشه برای لحظه ای دست از گوش دادن به این کتاب بکشی آروم بشی و حقیقت اون چیزی رو که گفته شده احساس و تجربه کنی در بعضی از قسمت های کتابم ممکنه تو خودت به این نتیجه برسی که لازم قدری تحمل کنی و به تجربه رو بیاری. ممکنه در ابتدای کتاب معنی بعضی از واجه ها مانند هستی یا حضور برات کاملا روشن نباشه. به گوش دادن ادامه بده. در حین گوش دادن به کتاب ممکنه پرسش هایی یا مخالفت هایی در ذهن ایجاد بشه. به احتمال زیاد در قسمت های بعدی کتاب و با عمیقتر شدن در خیر پاسخ این پرسش ها رو خواهی گرفت. به این کتاب فقط با ذهن خیش گوش نده. در گوش دادن به این کتاب واکنش های احساسی و درک باطنی تو هم اهمیت دارد. من قادر نیستم حقیقتی معنوی رو به تو بگم مگر اون که تو پیشاپیش اون رو در اعماق وجود خود دانسته باشی. تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که به یادت بیارم اون چیزی رو که فراموش کرده ای. اون وقتی که در یک هایی که سلول های بدن تو دانشی زنده، باستانی و هنوز تازه و با تراوت فعال و رها خواهد شد. ذهن دوست داره مدام طبق بندی و مقایسه کنه. اما اگه اصطلاحات این کتاب رو با اصطلاحات کتاب هایی که تا کنون خانده ای مقایسه نکنی، بی تردید از این کتاب نتیجه بهتر آیدت خواهد شد. در غیر این صورت گیج خواهی شد. من واجه های ذهن، شادمانی و آگاهی رو برای معنی های به کار می برم که ممکن دیگران اونها رو برای این معنی ها به کار نبرده باشند. وابسته ی واجه ها نشو. واجه ها نردبانند. وقتی به بام برآمدی نردبان را رها کن. گاهی به بودا و مسیح اشاره می کنم اما قصد مقایسه ندارم. فقط میخوام این نکته رو گوشزد کنم که حقیقت معنوی یکیه. گرچه در صورتها و بیانهای گوناگون عرضه میشه. وقتی از ادیان یا آموزههای های باستانی نقل قول می کنم، هدفم آشکار کردن معنای ژرف نهفته در اوناست تا بتونم از نیروی دگرگون کننده اونها بهره ببرم. به ویژه برای کسانی که پیرو به این ادیان و آموزهها هستند. من به این افراد میگم لازم نیست در جای دیگه ای به دنبال حقیقت بگردید. اجازه بدید نشونتون بدم که چگونه به جرفهای چیزی برید که در شماست. کوشیدم تا از اصطلاحاتی بیطرف استفاده کنم تا مخاطبان بیشتری داشته باشم. این کتاب را میشه بیان تازه آموزه های معنوی بی زمان تلقی کرد. همان آموزه هایی که در ادیان آسمانی اومده. این آموزه ها را از منابع بیرونی نگرفتم بلکه از منبع درون خیش گرفتم بنابراین این آموزه ها نظریه پردازی یا فلسفه بافی نیستند من از تجربه درونی خیش هست که سخن میگم اگر گاهی با تحکم سخن میگم برای اینه که از لایه های زخیم ذهنی تو عبور کنم و به جایی در وجود تو برسم که تو پیشاپیش در اونجا میدونی همون چیزی رو که من میدونم جایی که حقیقت به محض شنیده شدن تجربه میشه در همون جاست که وجد و زندگی متعالی را احساس میکنی درست زمانی که صدایی در درون تو تنین میافکنه که آری من میدانم که این حقیقت است تو ذهن خود نیستی بزرگترین مانع برای رسیدن به روشن شدگی روشن شدگی چیست گدایی سی سال کنار جاده ای نشسته بود. یک روز غریبه ای از کنارش میگذشت. گدا به طور اتوماتیک کاسه خود را به سوی غریبه گرفت و گفت بده در راه خدا. غریبه گفت چیزی ندارم تا به تو بدم. اون وقت از گدا پرسید اون چیزی که روش نشستی چیه؟ گدا جواب داد هیچی. یه صندوق قدیمیه. تا زمانی که یادم میاد رو همین صندوق نشستم. غریبه پرسید آیا تا کنون داخل صندوق رو دیده ای؟ گدا جواب داد نه. برای چی داخلش رو ببینم؟ تو این صندوق هیچ چیزی نیست. قریبه اصرار کرد. چه عیبی داره؟ نگاهی به داخل صندوق بنداز. گدا کنجکاف شد و سعی کرد در صندوق رو باز کنه. ناگهان در صندوق باز شد و گدا با حیرت و ناباوری و شادمانی مشاهده کرد که صندوقش پر از جواهره. من، همون غریبم هم که چیزی ندارم به تو بدم اما به تو میگم نگاهی به درون بنداز نه درون صندوقی بلکه درون چیزی که به تو نزدیکتره درون خود صدا تو میشنوم که میگی اما من گدا نیستم ولی همه ای کسانی که ثروت حقیقی خودشونو پیدا نکردن گدا هستن همون ثروتی که شادمانی از هستیه همون چشمه آرامش جرفی که در درون میجوشه اونها اگه میلیون ها دلار پول هم داشته باشن باز گدا هستن. این گونه آدم ها با کاسه گدایی در دست بیرون از خیش پرسه میزنند تا از این و آن ذره لذت یا رضایت کسب کنند. اونها اعتبار، امنیت و عشق میخوان و نمیدونن که گنجی بی پایان در درون خودشون دارن. گنجی که بیشتر از همه اون چیزیه که همه دنیا میتونه بهشون پیشکش کنه. واژه روشنشودگی ما رو به یاد دستاوردهای بعضی از ابر میندازه. نفس دوست داره همین معنا رو به واژه روشن بده تا اون رو بسیار دور از دسترس ما قرار بده. اما روشنشودگی چیزی نیست جز حالت طبیعی احساس یگانگی تو با هستی. روشنشدگی که در اون تو خودت رو با حقیقتی اندازه ناپذیر و فنا ناپذیر در ارتباط میبینی حقیقتی که هم تویی هم چیزی بزرگتر و فراتر از تو حقیقتی که ورای نامها و صورت هاست ناتوانی در درک این ارتباط موجب توهم جدایی از خود و از جهان پیرامون خود میشه. در این صورت خود رو آگاهانه یا ناآگاهانه همچون پاره جدا و منزوی در نظر میاری. به این ترتیبه که ترس ها زاده میشن و خصومت با درون خود و بیرون خود تبدیل به قاعده زندگی تو میشه تعریف ساده بودا از روشن رو دوست دارم پایان رنج در روشن شدگی چیزی پرا انسانی وجود نداره آیا داره؟ البته این تعریف کامل نیست این تعریف فقط میگه که روشن شدگی چه چیزی نیست نبود رنج بودا درباره روشن شدگی سکوت میکنه و سکوت اون به این معنیه که تو خودت باید معناش رو تجربه کنی. بودا برای روشن شدگی تعریفی سلبی به کار میبره تا تو از اون باور نسازی و اون رو دستاوردی فرا انسانی و دور از دسترس ندونی. علا این دوراندیشی در باور اکثر بودایی ها روشن شدگی چیزیه که فقط نصیب بودا شده و نصیب مردمان دیگر نخواهد شد. حداقل در این دنیا. سوال شما از واژه هستی استفاده کردید. ممکنه توضیح بدید منظورتون از این واژه چیه؟ پاسخ. هستی حیات جاودانه همیشه حاضره که ورای صورتهای گوناگون زندگیه. صورتهایی که در معرض تولد و مرگن. با وجود این هستی نه تنها ورای همه صورتهای گوناگون حیاته بلکه ذات نامیرا و نامشهود همه چیز و همه کس هم هست. یعنی هم ورای ظاهر همه موجودات و هم باطنی ترین باطن اونهاست. هستی به عنوان ذات حقیقی تو در دسترس توست. خیشتن خیش توست. اما سعی نکن اون هستی رو با ذهن خود بفهمی. اصلا سعی نکن اون رو بفهمی. تو وقتی هستی رو خواهی شناخت که قبار ذهنت فرو بشینه. هنگامی که تو حضور داری. هنگامی که توجه تو به طور کامل و تمام معطوف به لحظه حاله اون وقت هستی رو تجربه میکنی اما هرگز نمیتونی هستی رو با ذهن خیش بفهمی گشودن چشم به روی هستی و ساکن شدن در حال و مقام احساس شناخ روشن شده است. وقتی شما درباره هستی سخن میگویید آیا منظورتان خداست؟ جواب واژه خدا در طول تاریخ هزاران ساله گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته. من این واژه را با صرف جویی به کار میبرم. منظورم از سوء استفاده اینه که بسیاری از آدم ها بدون اینکه حتی نظری به قلم روی عالم قدس که در پس این واژه قرار دارد انداخته باشند این واژه را چنان به کار میبرند که انگار میدونند دارن درباره چه چیزی صحبت میکنن یا بعضی خدا را انکار میکنن. انگار میدونن چه چیزی رو انکار کردن. این سو استفاده از واژه خدا باورهای غلط رو در ذهنها به وجود آورده و موجب ابراز نظراتی سخیب شده. مانند اینکه خدای من یا خدای ما تنها خدای حقیقی است و خدای تو باطل است. یا این گفته مشهور نیچه که خدا مرده است. واژه خدا به مفهومی بسته تبدیل شده وقتی که این واژه ادا میشه تصویری در ذهن نقش میبنده که عبارت از پیرمردی با ریش و موهای بلند و سفید کسی یا چیزی که بیرون از تو نواژه خدا و نواژه هستی هیچ کدوم نمیتونن حقیقتی رو توصیف کنن که در پس این واژه است پرسش اصلی اینه آیا این واژه برای تجربه اون چیزی که به اون اشاره میکنه به ما کمکی میکنه یا مانع چنین تجربه ای میشه آیا این واژه به ورای خود به اون حقیقت استعلایی اشاره میکنه یا نه آیا این واژه تبدیل به مفهومی ذهنی شده که تو به اون باور داری اما تجربهش نمی کنی؟ آیا این واژه بود شده به تعبیر شبستری عارف ایرانی هرچه منظور عقل و دیده بود عقل داند که آفریده بود صورت ذهنی آفریده توست زان که محدود فهم و دیده توست کرده مخلوق خیش نام الله تا کی از بت پرستی ای گمراه واژه هستی چیزی رو وصف نمیکنه البته واژه خدا چنین نیست هستی مفهومی گشوده است واژه هستی اون بی منتهای نامشهود رو در مفهومی محدود و بتواره جای نمیده هرگز نمیتونیم صورتی ذهنی از هستی داشته باشیم هیچکس کس نمیتونه هستی رو در انحصار خود در بیاره هستی ذات توه. تو بدون واسطه با هستی خود در تماس هستی. هستی تو حضور توه. من هستم. مقدم است بر من این یا آن یا چنین و چنان هستم. بنابراین با برداشتن فقط یک گام میتونی از واژه هستی به تجربه هستی برسی. سوال بزرگترین مانع تجربه این حقیقت کدومه؟ جواب بزرگترین مانع برای تجربه این حقیقت یکی پنداشتن خود و ذهنه. این خطا موجب گریز ناپذیری فکر میشه. ناتوانی در توقف فکر بزرگترین مصیبته. اما ما متوجه این نکته نمیشیم. چون تقریبا همه از اون رنج میبرن و این رنج عادی شده. هیاهوی بیوقفه ذهن مانع پیدا کردن قلم روی ساکت درون میشه. قلم رویی که از هستی جدا نیست. هیاهوی ذهن همچنین خود ذهنی و دروغین میآفرینه و همین خود ذهنی که سایه ای از ترس و رنج بر زندگی ما میافکنه. این موضوع رو به طور جزئی تر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. دکارت فیلسوف عقیده داشت که بنیادی ترین حقیقت رو پیدا کرده من میاندیشم پس هستم او در واقع اساسی ترین خطا رو به زبان آورده بود مساوی پنداشتن فکر و هستی و یکی پنداشتن خود با فکر کسی که به فکر معتاده که همه به اون معتادن در حالتی از جدایی در دنیای پیچیده در مشکلات و درگیری زندگی میکنه دنیایی که تکه پاره شدنهای روزافسون ذهن رو منعکس میکنه روشن شدگی حالتی از وحدت یگانگی و در نتیجه آرامش ژرف یگانگی با زندگی که در همه صورتها ظهور کرده یگانگی با جهان یگانگی با خیشتن خیش و حیات ناپیدا یگانگی با خدا روشن شدگی فقط پایان گرفتن رنج ها و درگیری های مدام درونی و بیرونی نیست بلکه پایان سلطه وحشتناک فکر بیوقفه هم هست. آه چه رهایی با یکی دانستن خود و ذهن توفانی پرگرد و قبار از مفاهیم، برچسب ها، تصور ها، قضاوت ها،, ها و تعریف ها میافرینه. که چراغ همه رابطه های حقیقی رو خاموش میکنه. یکی دانستن خود و زن هجابیه که تو رو از تو دور میکنه. تو رو از آدم های دیگه دور میکنه. تو رو از طبیعت دور میکنه. تو رو از خدا دور میکنه. همین هجاب تیره فکره که توهم جدایی میآفرینه توهم اینکه تو هستی و یک دیگری کاملا جدا از تو. اون وقت این نکته اساسی رو فراموش می کنی که زیر سطح زواهر همه چیزها و صورتهای جدا از هم تو با همه چیز و همه کس وحدت داری. منظورم از فراموش کردن اینه که دیگه واقعیت این وحدت بدیهی رو احساس نمی کنی. ممکنه باور کنی که چنین وحدتی وجود داره اما تونی این وحدت رو بشناسی یا تجربه کنی. آره باور تسکین دهنده است اما تجربه خود توی که رهایی میبخشه. فکر به بیماری تبدیل شده. بیماری زمانی اتفاق میافته که چیزهایی در بدن از حالت تعادل خارج میشن. برای مثال جدایی سلولهای بدن و تکثیرشون هیچ اشکالی نداره. اما وقتی این اتفاق بی ارتباط با کل اندام رخ میده سلول ها به شدت افزایش میابند و ما دچار سرطان میشیم. اگه از اون درست استفاده بشه ابزاری عالی و مفید اما اگه از این ابزار استفاده درستی نشه ویرانگر میشه به عبارت دقیق تر نه اینکه تو از ذهن استفاده نابجا می کنی بلکه اساسا از ذهن خود هیچ استفاده ای نمی کنی این ذهنه که تو رو در دست خود میگیره و از تو استفاده میکنه، بیماری همینه تو باور کردی که عین ذهن خود هستی این باور توهمی بیشتر نیست ابزار بر تو چیره شده سوال من کاملا موافق نیستم درسته که ذهن منم مانند ذهن بسیاری از آدما پر از فکرهای بی هدف. اما من هنوز میتونم از ذهنم استفاده کنم و با استفاده از ذهن خود به چیزایی برسم یا کارهایی رو انجام بدم جواب فقط به این دلیل که میتونی جدول روزنامه رو حل کنی یا بمب اتمی بسازی نتیجه نگیر که بر ذهن خود تسلط داری و تویی که اونو به کار میگیری. همونطور که سگ دوست داره دندون خود رو در استخوان فرو بکنه. ذهن هم دوست داره دندون خود رو در مسئله ها فرو بکنه. به همین دلیله که ذهن جدول حل میکنه و بمب اتمی می سازه. تو هیچ علاقه به این چیزا نداری. بذار از تو بپرسم. آیا میتونی هر وقت که خواستی از ذهن خود رها بشی؟ آیا کلید خاموش ذهن رو پیدا کرده ای؟ سوال منظورتون اینه که ذهن رو به طور کل کنار بذارم؟ نه نمیتونم شاید برای یکی دو لحظه بتونم این کار رو انجام بدم جواب بنابراین ذهنی که تو رو به کار گرفته تو ناآگاهانه خود رو با ذهن خیش همزاد پنداشته ای؟ بنابراین حتی نمیدونی که تن به اسارت ذهن داده ای؟ مثل اینه که جن زده شده باشی و خودت خبر نداشته باشی. تو این وضعیت جنزدگی رو عین خودت میپنداری. آغاز رهایی وقتیه که تو در میابی که وجود حقیقی تو همون حالت جنزدگی تو نیست. یعنی همون حالت متفکر. اگه این نکته رو بدونی حقیقت خیش رو مشاهده خواهی کرد. به محض که شروع به تماشای متفکر می کنی، سطحی بالاتر از آگاهی رو در خیش فعال می سازی. اون وقت میفهمی که قلم روی بیکرانه از آگاهی وجود داره که ورای فکر توست و همینطور میفهمی که فکر پاره کوچک و حقیر از آن قلم روی بیکرانه آگاهی است البته این نکته رو هم در میابی که تمامی آنچه که مهم است زیبایی، عشق، خلاقیت، شادمانی، آرامش درون آن سوی ذهن جوانه میزنند و روشت می به بیدار می شن. رحایی از ذهن پرسش منظور شما از تماشای ذهن چیست؟ پاسخ وقتی کسی نزد پزشک میره و میگه من صدایی در سرم میشنوم بی تردید آن پزشک اونو به یک روان پزشک معرفی میکنه واقعیت اینه که تقریبا همه آدم ها همیشه صدا یا صداهایی در سر خود میشنوند روند می اختیار فکر که نمیدونی توان اینو داری که متوقفش کنی مدام در فکر با خود حرف میزنی حتما توی خیابون به آدم های دیوانه برخورده ای که مدام با خودشون حرف میزنن خب وضعیت اونا با وضعیت تو و بسیاری از آدم های نرمال دیگه چندان تفاوتی نداره تنها تفاوت تو با اونا اینه که اونا بلند بلند حرف میزنن و تو یواش و آهسته این صدا در سر تو تفسیر میکنه نظریه میده قضاوت میکنه مقایسه میکنه شکایت میکنه خوشش میاد بدش میاد و غیره این صدا لزوما به وضعیتی که تو اکنون در اون به سر می بری مربوط نمیشه ممکنه این صدا زنده شدن خاطرات نزدیک یا دور گذشته و یا مرور کردن و درباره وضعیت های ممکن آینده باشه صدایی که تنین اشتباهات رخ داده و یا نتایج منفی پیش رو رو داره این حالت رو نگرانی یا دغدغه مینامند این موسیقی متن گاهی با تصویرها و فیلم‌های ذهنی هم همراه میشه حتی اگه این صدا به وضعیت کنونی تو هم مربوط باشه باز وضعیت کنونی تو رو بر مبنای گذشته تفسیر میکنه چون این صدا به ذهن شرطی شده تو تعلق داره ذهنی که حاصل تاریخ گذشته تو و علاقه عادات فکری موروسی توه بنابراین تو حال حاضر را از خلال چشمهای گذشته میبینی و در نتیجه امور رو تماما تحریف شده مشاهده میکنی این صدا دشمن اصلی توه بایدم باشه هستند کسانی که با یک تومور در مغزشون زندگی میکنند توموری که مدام به اونها حمله میکنه رنجشون میده و انرژی حیاتیشون رو میمکه اینه سبب بدبختی و اندوه و بیماری بیشمار آدم ها. خبر خوش اینه که تو میتونی از ذهن و ذهنیت خود رها بشی. رهایی از ذهن تنها رهایی حقیقی زندگیه. گام نخست رو همین الان بردار. شروع کن به گوش دادن به صدایی که در سر توه. توجه ویژه ای رو به الگوهای فکری یک نواخت خود معطوف کن. همون نوارهایی که سالهاست در ذهن تو مدام تکرار میشن. منظور من از تماشای آنچه که مدام فکر میکنه همینه. یعنی به صدایی که در سر داری گوش بده. به مسابه حضوری مشاهده کننده اونجا باش. هنگام گوش دادن به اون صدا بیطرف باش. یعنی قضاوت نکن. اون رو که میشنوی مورد قضاوت و یا سرزنش قرار نده. قضاوت و سرزنش تو به این معناست که آن صدا دوباره از در پشتی وارد شده. به زودی متوجه میشی که صدایی آنجاست و من اینجا هستم و دارم به آن صدا گوش میدم. آن صدا رو مشاهده میکنم. در که این من هستم، این احساس حضور خود دیگه فکر نیست. چیزی که از ورای ذهن تو برخواسته. بنابراین وقتی به فکر گوش میدی نه تنها نسبت به فکر خود هوشیار میشی بلکه نسبت به خودت هم به عنوان شاهد فکر خود آگاه میشی بود تازه آگاهی وارد زندگیت میشه وقتی که به فکر خود گوش میدی حضور آگاه خود رو احساس میکنی خیشتن ژرف تو که اون سو و یا زیر لایه فکر پنهانه به این ترتیب فکر سلطه خود رو بر تو از دست میده و به سرعت رنگ میبازه چون تو دیگه ذهن رو با توهم یگانگی با اون تغذیه نمی کنی. این آغاز پایان یافتن فکر ناخواسته و اجباریه. وقتی فکر فروکش میکنه تو گسستی رو در جریان ذهنی خود تجربه میکنی شکاف بی ذهنی رو در ابتدا این شکاف کوتاهه شاید چند ثانیه اما به تدریج طولانی تر خواهد شد وقتی که این شکاف ها به وجود میان در درون تو احساسی از سکون و آرامش به وجود میان این احساس آغاز حالت طبیعی احساس یگانگی تو با هستیه این احساس همون چیزیه که ذهن رو مخفی میکرد با تمرین احساس سکون و آرامش تو جرفتر خواهد شد در واقع جرفای این احساس تو پایانی نداره در ضمن احساس خواهی کرد که چشمه ای از شادمانی در اعماق وجود تو باز شده شادمانی هستی احساس مذکور چیزی شبیه خلصه نیست اصلا در این احساس آگاهی از بین نمیره آگاهی تقویت میشه اگه به های آرامش کم شدن آگاهی تو می بود و اگر به های سکون سرزندگی و هوشیاری تو می بود اون وقت آرامش و سکون ارزشی نمی در این حالت اتصال درونی به همه چیز و همه کس تو آگاهتر. بیدارتر از زمانی خواهی بود که خود رو با ذهن خیش یکی میپنداشتی. این احساس همچنین میدانی از انرژی پیرامون تو ایجاد میکنه که به بدن تو نشاط و شادابی میبخشه. هرچه بیشتر به اعماق حالت بی ذهنی فرو میری، حالت آگاهی ناب رو بیشتر درک میکنی. چون این تن نیست که قبار چهره جان میشه، بلکه ذهنه. جان در شعر حافظ همون آگاهی نابه. در حالت آگاهی ناب حضور خود را با چنان شدت و حدتی احساس می کنی که در مقایسه با این حالت فکر، عواطف، تن و همه دنیای بیرونی خرد و کوچک جلوه می کنن. حالت آگاهی ناب حالتی خودخواهانه نیست بلکه حالت بیخودی است. آگاهی ناب تو رو به فراسوی چیزی می که زمانی گمان می کردی خود حقیقی توه. این احساس حضوره که خود حقیقی توه و نیز چیزی بی نهایت بزرگتر از تو اون چیزی رو که میخوام بگم ظاهرا حرفی متناقضه اما برای توضیح این نکته راه دیگه ای نمیشناسم به جای تماشای فکر کننده درون میتونی با معطوف کردن توجه خود به لحظه اکنون شکافی رو در جریان ذهن ایجاد کنی فقط با تمام وجود متوجه لحظه کنونی باش این کاری بسیار لذت بخشه به این شیوه تو آگاهی خود را از فعالیتهای ذهن جدا میکنی و شکاف بی ذهنی رو ایجاد میکنی شکافی که در اون بدون واسطه فکر به شدت هوشیار و بیدار میشی حقیقت مراقبه همینه در زندگی روزانه می‌تونی یکی از کارهای روزمرد رو که به عنوان وسیلهی برای رسیدن به هدف اونو انجام میدی در نظر بگیری و تمام توجه خود رو معطوف اون کنی چنانکه این کار فی نفسه هدف بشه نه وسیله. برای مثال، هر وقت از پله های خونه یا محل کار خود بالا و پایین میری، به هر گامی که برمیداری توجه کن. به هر جنبشی که در اندام تو ایجاد میشه توجه کن. حتی به تنفس خود توجه کن. کاملا در بالا و پایین رفتن خود حضور داشته باش. یا وقتی که داری دستاتو میشویی متوجه احساساتی باش که در دستان تو و نیز در کل اندام تو ایجاد میشه. شنیدن صدای آب، احساس ریخته شدن آب روی دستها، جنبش دستها، رایحه صابون و غیره. یا وقتی که سوار ماشین خود میشی بعد از اون که در ماشین رو میبندی چند لحظه مکس کن و جریان نفسهای خود رو احساس کن. نسبت به سکوت و احساس قدرتمند حضور خود آگاه باش. مری وجود داره که میتونی میزان موفقیت خود رو با اون بسنجی. میار میزان آرامشیه که در درون خیش احساس می کنی. بنابراین مهمترین گام تو به سوی روشن شدگی اینه که یاد بگیری چگونه خود رو با ذهن خیش یکی نگیری. هر وقت که شکافی در جریان ذهن خیش ایجاد می کنی، نور آگاهی تو شدید تر ممکنه روزی برسه که به صدای سر خود بخندی. همونطور که گاهی به لوس یه بچه می خندی. این خنده به معنی اینه که تو دیگه ذهن خودت رو خیلی جدی نمیگیری چون احساسی که از خیشتن حقیقی خیشداری وابسته به ذهنت نیست روشن شدگی فراتر رفتن از فکر پرسش آیا فکر برای بقا در این جهان ضروری نیست پاسخ ذهن تو ابزاره وسیله است ذهن هست تا تو اون رو برای کارهای خاص به کار بگیری؟ و وقتی کار خود را انجام دادی اون رو زمین بذاری. باید بگم 80 تا 90 درصد فکرهای مردم نه تنها ملال آور و بیهوده است بلکه آسیب هم میرسونه. ذهن خیش رو مشاهده کن تا حقیقت این حرف رو ببینی. فکر تو موجب نشت کردن و هدر رفتن انرژی حیاتی تو میشه. این فکر ناخواسته در واقع اعتیاد توه اعتیاد یعنی چی؟ اعتیاد یعنی چیزی که تو نمیتونی متوقفش کنی. یعنی چیزی که ظاهرا از تو قوی تره. در ضمن به تو احساس دروغین لذت هم میبخشه لذتی که سرانجام به درد منتهی میشه پرسش چرا به فکر معتاد میشی؟ پاسخ چون تو خود رو با فکر خود یگانه میپنداری یعنی از محتوا و فعالیت های ذهنی خیش تصویری از خود میسازی چون باور کردی که اگه فکرت متوقف بشه دیگه خودتو هم نخواهی بود همینطور که بزرگ میشی تصویری ذهنی از خود میسازی تصویری مبتنی بر شرایط فردی و اجتماعی خود میتونیم این خود شبهوار رو نفس بنامیم نفس زاده ذهن و از فکر مدام تو تقضیه میکنه اصطلاح نفس برای آدمهای گوناگون معنی گوناگون داره اما من اون رو به معنای خود دروغین میگیرم خود دروغینی که حاصل یگان پنداشتن ناآگاهانه خود با محتوای ذهن خود. نفس به لحظه حال اهمیتی نمیده. نفس فقط گذشته و آینده را جدی میگیره. این وارون انگاشتن حقیقت توسط نفس دلیل کارکرد غلط ذهن. نفس همیشه متوجه زنده نگه داشتن گذشته است چون بدون گذشته تو چه کسی هستی؟ نفس مدام خود رو به آینده فرافکنی میکنه تا بقای خود رو تضمین کنه و به دینسان با یافتن چیزی در آینده خود را تسکین بده. نفس میگه بالاخره یه روز هنگامی که این اتفاق و اون اتفاق بیفته وزم درست خواهد شد. خوشبخت خواهم شد. آرامش خواهم یافت. حتی زمانی که نفس به لحظه حال میپردازد لحظه حال را نمیجوید. لحظه حال را بد میفهمد. زیرا از دریچه چشمان گذشته به لحظه حال نگاه می کند. یا اینکه لحظه حال را به وسیله برای رسیدن به هدفی فرو می کهد. هدفی که همواره در آینده ساخته و پرداخته ذهن قرار دارد. ذهن خود را مشاهده کن تا این عمل کرد را ببین. کلید رهایی در لحظه حال است. اما تا موقعی که تو ذهن خود هستی، نمی توانی لحظه حال را پیدا کنی. پرسش من نمیخواهم توان تحلیل کردن و تمیز دادن خود را از دست بدم برام مهم نیست که یاد بگیرم چگونه شفافتر و متمرکزتر فکر کنم من نمیخوام ذهن خود را از دست بدم محبت فکر پر بهاترین چیزیه که ما داریم بدون آن ما به سطح حیوانات پایین میاییم پاسخ سلطه ذهن چیزی نیست مگر مرتبه ای از سیر تکامل آگاهی ما لازم گامی فراتر بذاریم و به مرتبه بالاتر آگاهی برسیم. در غیر این صورت توسط ذهن ویران میشیم. ذهنی که به یک حیولا تبدیل شده. بعدا درباره این موضوع به تفصیل سخن خواهم گفت. فکر کردن و آگاهی هم معنا نیستند. فکر کردن جنبه کوچکی از قلم وسیع آگاهی ماست. فکر نمیتونه بدون قلم وسیع آگاهی ما وجود داشته باشه. اما آگاهی ما محتاج فکر کردن نیست. روشن شدگی یعنی رفتن به فراسوی فکر نه افتادن به سطحی نازل تر از سطح فکر سطح حیوانات و گیاهان در مرتبه روشن شدگی تو هنگام ضرورت از فکر و ذهن خود استفاده می کنی. اما به شیوهی موثرتر و متمرکز تر از سابق. از فکر برای هدفهای عملی استفاده خواهی کرد اما هرگز اسیر گفتگوی ناخواسته درونی نخواهی شد در درون تو آرامشی ژرف برقرار خواهد شد وقتی تو از ذهن خیش استفاده می کنی به ویژه هنگامی که به راحلی خلاق نیاز داری تو هر چند دقیقه یک بار بین فکر و آرامش جرف درون خیش رفت آمد می کنی. بین ذهن و بی ذهنی بی ذهنی آگاهی بدون واسطه ی فکر فقط در این صورته که میتونی خلاقانه فکر کنی چون تنها در این صورته که فکر قدرت حقیقی خیش رو باز میابه فکر تنها هنگامی که به قلم رو بیکرانه آگاهی متصل نیست باری بر دوش روح میشه دیوانه میشه ویرانگر میشه به همین دلیل که مولانا در کتاب مصنوی خود گفته قطره دانش که بخشی دیزه پیش متصل گردان به دریاهای خیش دریاهای خداوند قلم رو بیکرانه آگاهی نابه آگاهی ورای فکر ذهن ماشینی برای بقاه حمله کردن و دفاع کردن از خود در مواجهه با ذهنهای دیگه جمع کردن، انبار کردن و تجزیه تحلیل کردن اطلاعات اینها کارهایی که از عهده ذهن برمیاد اما این کارها به هیچ وجه خلاقانه نیستن همه هنرمندان دانسته یا نادانسته از منبع بی ذهنی الهام میگیرند و میآفرینند از سرچشمه آرامش ژرف درون آنگاه ذهن به بصیرت خلاق درون صورت خارجی می بخش. حتی دانشمندان برجسته هم گفتن که کشفهای شگفت آنها حاصل غرق شدنشون در آرامش ژرف درون بوده. تحقیقی که از دانشمندان و ریاضیدانان بزرگ دنیا از جمله انیشتین به عمل اومده نشون میده که فکر کردن نقشی جزئی و فرعی در اکتشافات و خلاقیت های علمی اونها داشته. بنابراین عدم خلاقیت بسیاری از دانشمندان اون نیست که اونو نمیدونن چگونه از فکر خود استفاده کنن بلکه اونو نمیدونن چگونه فکر خود رو متوقف کنن. موجزه زندگی بر روی خاک حاصل ذهن یا فکر نبوده. حیات رو حقیقتی ورای ذهن و فکر حفظ کرده و کند. آگاهی وجود داره که بسیار بزرگتر از ذهنه. چگونه یک سلول بدن آدمی که یک هزارم اینچه میتونه اطلاعات دی این ای رو که بالغ بر هزار کتاب 600 صفحه‌ای میشه در خود ذخیره کنه. هرچی بیشتر درباره کارکرد بدن خود اطلاع کسب میکنیم نسبت به وسعت آگاهی ورای ذهن خود شگفت زده تر می شیم. آه که ما چه کم میدونیم. وقتی ذهن ما خود رو به این دریای بی ساحل آگاهی متصل میکنه به ابزاری عالی تبدیل میشه. بدینسان ذهن میتونه به خدمت چیزی بزرگتر از خود در بیاد. احساس واکنش بدن به کنش ذهن تو پرسش درباره احساسات و عواطف چه میگویید؟ من بیشتر گرفتار احساسات و عواطف خود هستم تا ذهن خود. پاسخ ذهن به اون معنایی که من اونو به کار میبرم فقط فکر نیست. ذهن شامل احساسات و عواطف تو و نیز تمامی الگوهای واکنشی عاطفی ذهنی تو هم میشه. احساسات در نقطه تلاقی ذهن و بدن به وجود میان. احساسات واکنش بدن تو به کنش ذهن توه. به تعبیری دیگه انعکاس ذهن تو در بدن توه. برای مثال، یک فکر تهاجمی یا خصومت انرژی تقویت شده ای رو در بدن به وجود میاره که ما اون را خشم مینامیم بدن آماده جنگیدن میشه فکر این که تو به لحاظ فیزیکی یا روانی مورد حمله واقع شده ای باعث میشه که بدن تو واکنشی نشون بده این واکنش صورت فیزیکی چیزیه که ما اون رو ترس مینامیم تحقیقات نشون میده که احساسات و عواطف قوی موجب تغییرات بیوشیمی بدن میشه این تغییرات بیوشیمیایی بدن موجب میشه که ما احساسات و عواطفمون رو در صورت مادی و فیزیکی مشاهده کنیم. البته تو همواره نسبت به الگوهای فکری خود آگاهی نداری. تنها با مشاهده احساسات و عواطف خود میتونی به الگوهای فکری خود پی ببری. هرچی بیشتر با فکر خود، خوش ها یا خوش نیومدنها، ها و تفسیرها یکی بشی، که همه حاکی از حضور کمرنگ تو به عنوان تماشاگر آگاهیه انرژی عاطفی تو شدیدتر خواهد شد چه آگاه باشی یا نباشی اگر نمیتونی عواطف خود رو احساس کنی اگر ارتباط تو با عواطفت قطع شده نگران نباش میتونی اونها رو به طور خالص در سطح کاملا مشهود بدن خود تجربه کنی اونها خود رو به صورت مشکلات بدنی یا بیماری ها نشون میدن. در سالهای اخیر مطالب بسیار درباره این موضوع نوشته شده. منابراین احتیاجی به تکرار اونا نمی بینن. یک الگوی ناآگاهانه عاطفی گاهی خود رو در حادثه آشکار میکنه که برای تو اتفاق میافته. برای مثال، آدمایی که بار سنگینی از خشم را در درون خیش حمل می کنند و از این موضوع آگاهی ندارند بیشتر در معرض حمله بیدلیل لفظی یا فیزیکی آدم های خشمگین دیگه هستند. خشم شدید اونها با خشم نهفته دیگران برخورد میکنه و بیدار میشه. اگه برای حس کردن عواطف خود با دشواری مواجه هستی، توجه خود رو به میدان انرژی بدن خیش معطوف کن. بدن خود رو از درون احساس کن. احساس کردن بدن از درون تو رو در تماس با عواطفت قرار میده. در فصل های آینده ای کتاب این موضوع رو بیشتر توضیح خواهم داد. پرسش شما میگویید که عاطفه انعکاس ذهن در بدن ماست. اما گاهی بین این دو نزا در میگیره. ذهن میگه نه در حالی که آتفه میگه آره یا بلعکس. پاسخ اگه واقعا میخوای ذهن خود رو بشناسی بدن تو تصویری حقیقی از اون ارائه میده. بنابراین عواطف خود رو تماشا کن. به تعبیر دیگه اونها رو در بدن خود احساس کن. اگه نزای آشکار بین این دو وجود داشته باشه ذهن که دروغه. اما احساس دروغ نیست. منظورم این نیست که احساس خیشتن حقیقی توه. بلکه منظورم اینه که احساس میتونه به طور نسبی وضعیت فعلی ذهن تو رو نشون بده. نزا بین افکاری که در سطح میچرخند و روند ناآگاهانه ذهنی امریز چایه. ممکنه در حال حاضر توان کشیدن ذهن ناخداگاه خود به سطح ذهن خداگاه و تبدیل اونها به افکار رو نداشته باشی. اما میتونی انعکاس اونها رو به شکل عواطف در بدن خویش مشاهده کنی. بی تردید تا این اندازه میتونی بفهمی. مشاهده این گونه یک عاطفه اساسا شبیه گوش دادن یا تماشای فکره. با این تفاوت که فکر در سر توه و عاطفه عنصری به شدت مادی داره و اساسا در بدن احساس میشه. بنابراین میتونی بذاری عاطفه بدون اینکه توسط ذهن کنترل بشه فقط باشه. اون وقت که تو دیگه حالتهای عاطفی و احساسات خود نیستی بلکه تماشاگر حالتهای عاطفی و احساسات خود هستی تو حضوری هستی که میبینی اگه این تماشاگری رو تمرین کنی همه اون چیزهایی که به طور ناخداگاه در تو هستن از تاریکی های وجودت بیرون میان و در آفتاب آگاهی تو پهن میشن پرسش بنابراین تماشای عواطف و احساساتمون مانند تماشای فکرهامون مهم من؟ پاسخ بله مدام از خود بپرس در این لحظه در ذهن من چی میگذره؟ این پرسش تو رو در مسیری درست قرار میده اما تجزیه و تحلیل نکن فقط تماشا کن توجه خود رو به درون معطوف کن انرژی عواطف خود رو احساس کن اگه عاطفه وجود نداره توجه خود رو به اعماق میدان انرژی بدن خود ببر. اونجا دری رو خواهی یافت که رو به هستی باز میشه. عواطف و احساسات چیزی نیستن مگه الگوهای فکری تقویت شده و گسترش یافته. از اونجایی که این الگوها مدام تقویت میشن و نیرو میگیرن. در ابتدا حضور کامل پیدا کردن و تماشا کردن اونها دشواره. الگوهای فکری میخوان بر تو چیره بشند و معمولا موفق میشن مگر اون که حضور خیش رو تقویت کرده باشی اگر به دلیل حضور نداشتن به یکی انگاری ناآگاهانه خود با عواطف و احساساتت کشونده بشی عواطف و احساسات به طور موقت جای تو میشینن اغلب بین فکر و عواطف تو دور باطلی برقرار میشه اونها همدیگر رو تغذیه می کنند. الگوهای فکری انعکاسی اقراغامیز پیدا می کنند و خود رو در صورت احساسات یا عواطف جلوگر می کنند. از طرفی، بسامد پرنوسان عواطف تو هم مدام به الگوهای فکری تو قضا می رسونن و اونها رو زنده نگه می دارن. با انگشت گذاشتن ذهنی روی وضعیت، حادثه و یا شخصی که علت ایجاد عاطفه یا احساس فرض میشه. فکر به عاطفه غذا میرسونه که به نوبه خود موجب تقویت الگوی فکری میشه. اساسا همه عواطف و احساسات صورت تغییریافته یک عاطفه یا احساس اولیه نامشخص بیشتر نیستن. احساسی که در ناآگاهی ریشه داره. ناآگاهی نسبت به اینکه حقیقت ورای نام تو کدومه به دلیل نامشخص بودن ماهیت این احساس پیدا کردن اسمی برای اون دشواره ترس کمی به این احساس نزدیکه اما صرف نظر از احساس مداوم تهدید احساس مذکور در برگیرنده ی حسی از کنار بودن و نقص داشتن هم هست شاید بهتر اون باشه که اصطلاحی رو به کار ببریم که به اندازه همون احساس اولیه نامشخص باشه و اونو درد و رنج بنامیم یکی از های مهم ذهن اینه که با دردهای عاطفی بجنگه و اونها رو برطرف کنه. این وظیفه توجیه کننده فعالیت های بیبقفه ذهن. اما تنها کاری که از عهده ذهن برمیاد سرپوش گذاشتن بر روی این دردهاست در واقع ذهن هرچه بیشتر سعی میکنه تا از این دردها خلاص بشه و به این ترتیب دردها را افزایش میده. ذهن هرگز نمیتونه برای رفع ناراحتی عاطفی یا روحی چاره ای پیدا کنه. ذهن به تو هم اجازه نمیده تا برای این مشکل چاره ای پیدا کنی. چون ذهن عنصر اصلی مشکل توه. تصور کن که رئیس پلیس در صدد تا عامل آتش سوزی جای مهمی رو پیدا کنه و از طرف عامل آتش سوزی خود رئیس پلیس باشه. تو از ناراحتی او و رنج عاطفی خود رها میشی. مگه حساب خیشتن خیش رو از ذهن جدا کنی یعنی خود رو با ذهن خود که همون نفس یکی نپنداری. به دینسان ناگهان ذهن از سریر قدرت پایین میفته و هستی به عنوان ذات حقیقی تو آشکار میشه. بله میدونم چه پرسشی در سر داری. پرسش میخواستم بپرسم نظرتون درباره احساسات مثبت مانند عشق و شادمانی چیه؟ پاسخ عشق و شادمانی از حالت طبیعی احساس یگانگی تو با هستی جدا نیستند. عشق و شادمانی و یا احساس آرامش جرف فقط هنگامی حاصل میشن که شکافی در جریان فکر ایجاد بشه. برای بسیاری از آدمها شکافی از این دست به ندرت و یا تصادفی اتفاق میافته. در لحظه هایی که زبون ذهن بند میاد. برای مثال وقتی که تو در برابر شکوه زیبایی چیزی یا کسی در میمونی، یا وقتی که مشغول تلاش و تقلای سخت بدنی هستی یا حتی زمانی که با خطری بزرگ روبرو میشی در این لحظه ها ناگهان سکوتی ژرف تمام درون تو رو پر میکنه در این سکون ژرف شادمانی هست عشق هست آرامش هم هست این لحظه ها معمولا کوتاهند چون ذهن به سرعت پا درمیونی میکنه و سر و صدا راه میندازه همون چیزی که ما اونو فکر مینامیم عشق شادمانی و آرامش هرگز تحقق نمییابند مگر آنکه تو خود را از سلطه ذهن رها کرده باشی اما منظور من از عواطف و احساسات شامل عشق و شادمانی و آرامش نمیشه اینها ورای عواطف و احساسات در سطحی عمیقتر قرار دارند بنابراین پیش از اون که بتونی اون چیزی رو که برای عواطف و احساسات قرار دارن تجربه کنی لازم نسبت به عواطف خود کاملا آگاه بشی و بتونی اونها رو احساس کنی منظور من از عواطف و احساسات اون چیزایی که مایه آشفتگی و بیقراری میشن عشق شادمانی و آرامش صفتهای ژرف هستی اینها ابعاد مرتبه احساس پیوند درونی با هستی هن. به همین دلیل اینا زدی ندارن چون از فراسوی ذهن میان اما عواطف و احساسات چون زایده ذهن دوگان پندارن دستخوش قانون ازداد هستن یعنی تو نمیتونی خوب رو داشته باشی بدون آن که بد وجود داشته باشه بنابراین در وضعیت روشن ناشدگی و یا یکی انگاری خود با ذهن اون چیزی که شادمانی نامیده میشه چیزی نیست مگه لذت ناپایدار و کوتاه مدت در چرخه مدام چرخنده لذت درد. لذت همیشه از چیزی بیرون از توه که حاصل میشه. اما شادمانی از درون تو میجوشه. اون چیزی که امروز موجب لذت تو میشه فردا تو رو دوچار رنج خواهد کرد. اون چیزی که معمولا عشق نامیده میشه ممکنه برای مدتی لذت بخش یا هیجان انگیز باشه اما این عشق اعتیاده، نیازه و میتونه در یک چشم به هم زدن به ضد زد خود تبدیل بشه. بسیاری از روابط عاشقانه با گذشتن شادی های اولیه به چیزی تبدیل شدن که مدام بین عشق و نفرت یا جاذبه و دافعه در رفت آمده. عشق حقیقی تو رو به رنج نمیندازه. چگونه ممکنه؟ عشق حقیقی ناگهان به نفرت تبدیل نمیشه. شادمانی حقیقی ناگهان به درد و رنج تبدیل نمیشه. همونطور که گفتم حتی پیش از روشن شدگی تو، پیش از رهایی تو از ذهن ممکنه بارقه هایی از عشق و شادمانی و آرامش ژرف درون رو تجربه کنی. اینها ابعاد خیشتن حقیقی تو هن. خیشتنی که زیر آوار ذهن مدفون شده. حتی در یک رابطه معتادانه طبیعی لحظه ای وجود داره که میتونی حضور چیزی حقیقی و سالم رو احساس کنی اما این لحظه ها گذرا هستن چون ذهن فورا مداخله میکنه و این لحظه ها را میپوشونه به این میمونه که چیزی گرانبها ها رو گم کنی و یا ذهن تو تو رو متقاعد کنه که اون چیز رو نداشته ای و فقط گمان میکنی که چنان چیزی رو داشته ای. حقیقت اینه که داشتن آن چیز گرانبها ها خیال و رویا نبوده و تو نمیتونی اون رو گم کنی. چون چنان چیزی پاره ای از وجود طبیعی و حقیقی توه. چیزی که توسط ذهن مدفون میشه اما هرگز نمیمیره. حتی زمانی که آسمان به شدت ابریست خورشید گم نشده. خورشید هنوز آنجاست. آن سوی ابرها. پرسش بودا میگه در و رنج زاییده خواهش و آرزو هستند بنابراین برای رهایی از درد و رنج باید بندهای خواهش و آرزو را پاره کنیم پاسخ همه تمناهای ما زاده ذهن ما هستند ذهنی که در میان چیزهای بیرونی به دنبال نجات و کامیابی میگرده همین ذهنه که آینده را جایگزین شادمانی حضور در لحظه اکنون میکنه تا وقتی که من ذهن خود هستم نمیتونم خود را از تمناها، نیازها، وابستگیها و دلزدگیها جدا کنم. چون بدون اینها دیگه من وجود نداره. مگه دانه ای که هنوز جوانه نزده. در این حالت یگانگی با ذهن حتی میل من برای رهایی و روشن شدگی هم چیزی نیست مگر تمنایی دیگه برای نجات یا کامل شدن در آینده. بنابراین به دنبال رهایی از تمناها و خواهشها و نیز دستیابی به روشن شدگی نباش. در لحظه اکنون حاضر باش. باش. به عنوان تماشاگر ذهن خود. به جای نقل قول کردن از بودا بودا باش. بیدار باش. بشریت از زمانی که از آغوش لطف حضور در لحظه حال به میان زمان و ذهن فرو افتاد همیشه در چنگ درد و رنج گرفتار بوده. او کل را فراموش کرد، در نتیجه حقیقت خیش را فراموش کرد. از اون زمان به بعد، آدمها خود را پاره های جدا و بیمعنا در جهانی بیگانه یافتند. اونا بین خود و همه چیز و همه کس ربط و اتصالی نمی بینن. اونا از خدا جدا افتادن. تا وقتی که خود را با ذهن خود یکی می یعنی تا وقتی که آگاهی ژرف معنوی نداری درد میکشی و رنج میبری در اینجا منظورم درد و رنج عاطفی و روحیه درد و رنجی که علت بسیاری از بیماری های روحی و جسمی ما هم هست ناخشنودی، نفرت، دلسوزی به حال خود، احساس گناه، خشم، افسردگی، حسادت و غیره حتی تحریک شدنهای جزئی هم شکلهای گوناگون درد و رنجم هر لذتی در دل خود رنجی را پنهان کرده. رنج ضد اجتناب ناپذیر لذته که خود رو در زمان نشون میده. همه اونهایی که مواد مخدر مصرف کردن تا لذت ببرن میدونن که سرانجام اون لذت تبدیل به درد شده. خیلی ها میدونن که چگونه رابطه لذت بخش به درد سر و رنج تبدیل شده. اگه از بالا نگاه کنیم هر دو قطب منفی و مثبت دوروی روی یک سکن. سکه ای که همون رنج و درده. این رنج و درد حاصل آگاهی نفسانی یکی انگاری با ذهن. درد و رنج تو دو سطح داره. رنج و دردی که همکنون اون رو ایجاد می و رنج و دردی که از گذشته برداشته ای و در ذهن و بدن خود زنده نگه داشته ای. توقف رنج آفرینی در لحظه حال و محو رنج های گذشته چیزیه که اکنون میخوام درباره آن با تو سخن بگویم. راه رهایی از درد و رنج در لحظه حال رنجی وجود ندارد. پرسش به طور کل زندگی هیچ کس رها از درد و رنج نیست. آیا مثلا نیست که باید با دردها و های خود کنار بیاییم نه اینکه از آنها اجتناب کنیم؟ پاسخ بخش عمده درد و رنج های آدم ها بیهوده است تا زمانی که ذهن اداره امور زندگی تو را به عهده گرفته است این درد و رنج ها هم هستند درد و رنجی که تو در لحظه حال میکشی شکلی از عدم پذیرش توست صورتی از مقاومت ناآگاهانه در برابر آن چیزی است که هست در سطح فکر مقاومت صورتی از قضاوت است در سطح عواطف و احساسات مقاومت صورتی از منفی بافی است. شدت درد و رنج تو به میزان مقاومت تو در برابر لحظه اکنون بستگی دارد. میزان مقاومت تو هم به شدت همزاد پنداری تو با ذهنت بستگی دارد. ذهن مدام میکوشد که لحظه حال را انکار کند و از آن فرار کند. به تعبیری دیگر هرچه بیشتر خود را با ذهن یکی به پنداری بیشتر رنج میبری. این گونه هم می توان بیان کرد که هرچه بیشتر لحظه حال را مقتنم بدانی و آن را بپذیری از درد و رنج رهاتر میشوی و نیز رها از ذهن نفسانی. چرا ذهن نمیخواهد خواهد لحظه حال را بپذیرد؟ چون لحظه بیزمان اکنون تهدیدی برای ذهن است. ذهن به گذشته و آینده گره خورده است اگر از گذشته و آینده بیرون بیفتد میمیرد ذهن و زمان هرگز از هم جدا نمیشوند فرض کن زمین از آدمیان خالی باشد فرض کن فقط گیاهان وجود داشته باشند و حیوانات آیا گذشته و ای باقی میماند در چنین وضعیتی آیا میتوان از گذشته و آینده سخن گفت قطعا دیگر چنین پرسش هایی بی شدن که ساعت چنده؟ یا امروز چه روزیه؟ البته اگر کسی باشد که چنین پرسش هایی را مطرح کند. برای درخت بلوط یا عقاب پرسش از زمان تعجب برانگیز خواهد بود. چون آنها خواهند گفت خب معلومه زمان همین الانه جز لحظه حال مگه زمان دیگه هم هست. آری ما به ذهن و زمان نیاز داریم تا معاش و معیشت خود رو در این دنیا سامان بدیم. اما گاهی این ذهن و زمان زندگی ما را در دست خود می گیرن. در این صورت که اختلال در زندگی در و رنج و اندوه به وجود می آید. ذهن برای اینکه مطمئن شه کنترل ما را در دست خود نگه خواهد داشت لحظه حال را مدام با گذشته و آینده می پوشاند. و به این ترتیب شور زندگی و توان بالقوه خلاقیت تو رو در زمان مدفون می کند. توان بلقوه تو برای آفریدن در لحظه حال قرار دارد. ذات حقیقی تو خلاق است. می تونه بیافرینه. ذهن هجاب ذات آفریننده تو می شود. زمان بار سنگینیه که در ظرف ذهن جمع شده. بسیاری از آدمها زیر این بار سنگین رنج میبرند. تعجب در اینه که آدم ها مدام بر این بار سنگین می افزایند. آنها لحظه پربه های حال رو نادیده می و اون رو به وسیله تبدیل می کنند برای رسیدن به هدفی در آینده. هدفی که فقط در ذهن وجود داره، نه در واقعیت. تلمبار کردن زمان در ذهن جمعی و فردی، مقدار زیادی از درد و رنج های گذشته رو در آدم ها نگه می داره. اگه دیگه نمیخوای برای خود و دیگران رنج تولید کنی. اگه نمیخوای به رنجی که از گذشته تا کنون در خود نگه داشتی چیزی اضافه کنی. بنابراین دیگه بیش از این زمان نیافرین. یا لاعقل به اون اندازه بیافرین که برای جنبه های عملی زندگی روزانه ات نیاز داری چطور میتوان از آفریدن زمان دست کشید این نکته رو فراموش نکن که لحظه حال تمامی اون چیزیه که تو در اختیار داری توجه عمده زندگی خود رو بر لحظه حال متمرکز کن اگه تا کنون بر گذشته و حال بیشتر تمرکز داشتی و گاهی به لحظه حال توجهی میکردی اکنون به لحظه حال بیشتر توجه کن و گاهی هم برای سامان دادن به امور عملی زندگی روزمره به گذشته و آینده هم نگاهی بنداز. به لحظه حال همواره پاسخ مثبت بده. اگه چیزی هست دیگه چه فایده ای داره در برابر این هست مقاومت کنی؟ مقاومت در برابر زندگی عاقلانه نیست. و زندگی چیزیه که در لحظه اکنون و فقط در لحظه اکنون جریان داره. خود رو تسلیم هست کن. به زندگی بگو آری. ناگهان مشاهده خواهی کرد که زندگی برای توست. نه بر علیه تو. پرسش گاهی لحظه حال غیر قابل پذیرش ناخوشایند و وحشتناک میشه. پاسخ زندگی همونیه که هست اما نگاه کن ببین ذهن چگونه به اون برچسب میزنه و چگونه برچسب زدنهای ذهن و قضاوتهای اون موجب رنج و احساس بدبختی میشه. با مشاهده نحوه کار کرده ذهن تو میتونی به بیرون از الگوهای مقاومتی ذهن قدم بذاری و به لحظه حال مجالی بدی تا باشه. این کار تو را از شرایط بیرونی رها میکنه و زمینه احساس آرامشی ژرف میشه. بنابراین نگاه کن ببین چی پیش میاد و اگه لازم و ممکن بود وارد عمل شو. ابتدا پیرا باش. آنگاه عمل کن. ارمغان لحظه حال رو هر چی که هست بپذیر. چنان که گویی تو خود اون را انتخاب کرده ای. با محتوای لحظه حال کار کن. با اون نجنگ. محتوای لحظه حال رو دوست خود کن نه دشمن خود این مواجهه با محتوای لحظه حال به طرزی معجزه آسا زندگی تو رو دگرگون خواهد کرد کر. در و رنج گذشته ناپدید شدن دردمندی بدن تا موقعی که نیروی لحظه حال را نپذیرفته ای، هر رنج عاطفی که دوچارش میشی، ردی از خود در تو باقی خواهد گذاشت. اثر این رنج عاطفی با رد رنجهای عاطفی گذشته بر هم میآمیزه و در ذهن و بدن تو خونه میکنه این البته شامل رنجهای دوره کودکی تو هم میشه رنجهایی که توسط ناآگاهی دنیایی به وجود اومد که تو در اون به دنیا اومدی این درد و رنج تلمبا شده میدان منفی از انرژی ایجاد میکنه که ذهن و بدن تو رو فرا میگیره این میدان منفی انرژی هست اما دیده نمیشه اگه میخوای اون رو ببینی به دردمندی عاطفی بدن نگاه کن دردمندی بدن به دو صورت وجود داره غیر فعال و فعال ممکنه در 90 درصد موارد دردمندی بدن غیر فعال یا نهفته باشه گرچه در یک انسان ناشاد دردمندی بدن به طور 100 درصد فعاله بعضی از آدم ها تقریبا به طور کامل در حالت دردمندی بدن زندگی می بعضیها بعضی ها دردمندی بدن رو در شرایطی ویژه احساس می کنن. برای مثال در یک رابطه بسیار نزدیک یا وضعیت های مرتبط با از دست دادن چیزی در گذشته جدایی از یک عزیز صدمه جسمی یا روحی و غیره. هر چیزی می تونه این دردمندی بدن رو تحریک کنه. به ویژه چیزی که با الگوهای دردمندی ما که از گذشته با خود همراه کرده ایم جور باشه. وقتی که دردمندی بدن در شرایط مساعد فعال شدن باشه حتی یک فکر یا حرفی از جانب کسی میتونه اون رو فعال کنه. بعضی از دردمندی های بدن زنندن اما آسیبی به کسی نمیرسونن. برای مثال، شبیه حالت کودکی که از نق و نوخ کردن دست بر نمی داره. بعضی از دردمندی های بدن شرارت آمیز و ویرانگرند. بعضی از اونها به لحاظ فیزیکی خشنند و بعضی به لحاظ عاطفی و احساسی. بعضی ها به افراد پیرامون تو و یا نزدیک تو حمله می و بعضی ها به خود تو حمله می تویی که میزبان اون دردمندی های بدن هستی. در این صورت افکار و احساساتی که نسبت به زندگی خودداری به شدت منفی و خود ویرانگر میشن. بیماری ها و حادثه های ناگوار معمولا به همین شیوه به وجود میان. بعضی از دردمندی های بدن میزبان خود را به سوی خودکشی سوق میدن. زمانی گمان میکردی که شخصی رو خوب میشناسی اما ناگهان برای نخستین بار مواجه شده ای با یک آدم کاملا بیگانه و تنفرانگیز و نمیدونی چه کنی. با وجود این بسیار اهمیت داره که تو این حالت رو در خیشتن مشاهده کنی نه در دیگری. علائم ناخشنودی رو در خود مشاهده کن در هر شکل و صورتی که هستند. این علائم ممکنه بیداری دردمندی بدن در تو باشه. این دردمندی بدن به شکل‌های تحریک پذیری، ناشکیبایی، ملالت، میل به آسیب رسوندن به کسی، خشم، عصبانیت، افسردگی، میل به رخ دادن یک حادثه غمبار در رابطت با کسی که دوستش داری و غیره. به محض آنکه دردمندی بدن از صورت نهفتش بیرون اومد، اون رو در این شکل‌ها ببین و دستگیرش کن. دردمندی بدن دوست داره بمونه مانند همه چیزهای دیگه در هستی دردمندی بدن تنها در یک صورت میمونه اینکه تو خود رو با اون یگانه بپنداری در این صورته که دردمندی بدن برمیخیزه بر تو فرمان میرانه عین تو میشه و با استفاده از تو به حیاتش ادامه میده این تویی که به اون غذا قضا میرسونی غذای دردمندی بدن تجربه هاییه که آکنده از پژواک صدای خود آنه. هر چیزی که درد و رنج بیشتری میآفرینه مثل عصبانیت، ویرانگری، نفرت، اندوه، نمایش غمبار در رابطه، خشم و حتی بیماری. بنابراین دردمندی بدن وقتی بر تو سلطه پیدا کرده وضعیتی رو در زندگی تو به وجود میاره اون وقت در اون وضعیت منعکس میشه و از انعکاس پشبا که صدای خود تقضیه میکنه. غذای درد و رنج فقط درد و رنج و بس. درد و رنج نمیتونه از شادمانی تقضیه کنه. حازمه درد و رنج توان حزم شادمانی رو نداره. وقتی دردمندی بدن بر تو چیره میشه تو خواهان درد و رنج بیشتری میشی تو به یک قربانی و یا یک مقصر یا مجرم تبدیل میشی. خواهان آن میشی که کسی رو دچار رنج کنی و یا خود دچار رنجی و یا هر دو در واقع بین این دو حالت تفاوتی وجود نداره. البته تو متوجه این حالت خود نیستی و شدیدا ادعا می کنی که درد و رنج رو نه برای خود میخوای و نه برای دیگری. اما کمی نزدیک شو و به خود نگاه کن. خواهی دید که فکر تو و رفتار تو جوریه که به درد و رنج تداوم میبخشه. رنج دادن خود و دیگران. اگر واقعا نسبت به این حالت آگاه بودی، الگوی دردمندی بدن محو میشد چون طلب درد و رنج عاقلانه نیست و هیچ کس آگاهانه احمق نیست. دردمندی بدن که سایه تیره نفسه از روشنایی آگاهی تو میترسه. دردمندی بدن از پیدا شدن و دیده شدن میترسه بقای دردمندی بدن به این بستگی داره که تو خود رو ناآگاهانه با دردمندی بدن یکی بپنداری اگر به طور ناآگاهانه از رویارو شدن با درد و رنج خود بترسی باز به بقای دردمندی بدن کمک کردی اما اگه با اون رویارو نشی اگه روشنی آگاهی خود رو بر درد و رنج خیش نتابونی مجبوری مدام با درد و رنج خود کلنجار بری ممکنه دردمندی بدن تو هیولاوار تو رو بترسونه و نتونی به اون نگاهی بندازی اما من به تو اطمینان میدم که دردمندی بدن تو شبهیه که تا به حضور ناب تو رو نداره بعضی از آموزه های معنوی اصرار دارند بقبولونند که در رنج در تحلیل نهایی چیزی جز وهم و خیال نیست. البته این نکته حقیقت داره. پرسش اینه آیا تو هم حقیقت این نکته رو تجربه کرده ای؟ باور داشتن به چیزی به معنای تجربه کردن اون نیست. آیا دوست داری تا آخر عمر خود درد بکشی و مدام بگی که درد چیزی نیست مگه وهم و خیال؟ آیا این کار تو را از درد و رنج رها میکنه؟ بحث ما اینه که چگونه این حقیقت رو تجربه کنی و اون رو ملکه وجود خود بسازی. بنابراین دردمندی بدن نمیخواد تو اون رو مستقیما ببینی و ماهیتش رو دریابی. به محض اون که مشاهدش میکنی، میدان انرژی آن را در درون خیش احساس میکنی و توجه خود رو به آن معطوف میکنی، رشته یکی انگاری خود با ذهن گسسته میشه و مرتبه برتر آگاهی تو پدیدار میشه. من این مرتبه از آگاهی برتر رو حضور مینامم. تو اکنون مشاهده کننده یا تماشاگر دردمندی بدن خیش شده ای. یعنی دردمندی بدن دیگه نمیتونه خود رو تو وانمود کنه و از تو استفاده کنه. و در ضمن نمیتونه به واسطه تو تجدید حیات کنه تو به سرچشمه نیروی درون خیش رسیده ای. تو به نیروی لحظه حال دست یافته ای. پرسش وقتی اونقدر آگاه میشیم که بتونیم یک انگاری خود رو با دردمندی بدن کنار بذاریم چی به سر دردمندی بدن ما میاد؟ پاسخ ناآگاهی دردمندی بدن رو میآفرینه آگاهی اون رو به خود تبدیل میکنه قدیس پل این اصل کلی رو خیلی زیبا بیان کرده که میگه هر آنچه که در معرض پرتو نور قرار میگیره دیده میشه هر آنچه که در معرض خود نور قرار میگیره نور میشه تو همونطور که نمیتونی با تاریکی بجنگی با دردمندی بدن هم نمیتونی بجنگی اگه این کار رو بکنی نزایی درونی در تو به وجود میاد و دردمندی بدن تو رو چند برابر میکنه. تماشای دردمندی بدن کافیه. تماشای اون به این معنیه که تو اون رو به عنوان پاره از اون چیزی که در لحظه ی حال هست پذیرفته ای. وقتی انرژی حیاتی تو به تله میفته دردمندی بدن تولید میشه. یعنی انرژی حیاتی تو خود رو از تمامیت میدان انرژی تو جدا میکنه و با استمداد از روند غیر طبیعی یکی انگاری خود بازه خود مختار میشه به این ترتیب انرژی حیاتی تو بر علیه تو تقیان میکنه و به انرژی ضد حیات تو تبدیل میشه مثل روباهی که سعی میکنه با دندون دم خود رو از بدن خود جدا کنه چرا فکر می کنی که تمدن ما بسیار ویرانگر زندگی شده؟ حتی نیروهای ضد زندگی هم نیروهای زندگی هست. وقتی رشته یگانگی خود را با ذهن خیش قطع می کنی و تماشاگر ذهن خود می دردمندی بدن تا مدتی به فعالیت ادامه می و سعی می تو رو فریب بده تا دوباره خود رو با اون همزاد بپنداری. اما تو دیگه به واسطه یکی انگاری خود با اون به اون کمک نمی رسونی. بنابراین دردمندی بدن لحظه هایی می چرخه و اون وقت از حرکت باز می استه. در این مرحله ممکنه در قسمت های بدن خود احساس درد کنی. مطمئن باش این دردها دوامی ندارن. به حضور خیش ادامه بده. به هوشیاری خیش ادامه بده. محافظ بیدار درون خیش باش. باید انقدر حضور داشته باشی که بتونی دردمندی بدن خیش رو مستقیما مشاهده کنی و انرژیش رو هم احساس کنی. به این ترتیب دردمندی بدن دیگه توان اون رو نداره که فکر تو رو کنترل کنه. به محض اون که فکر تو با میدان انرژی دردمندی بدن هم پیمان میشه، تو باز با اون یکی میشی. و با فکرات اون رو تقضیه می کنی. مثلا اگر خشم نوسان انرژی مسلط دردمندی بدن توه و تو فکرهای خشمگینی در سر داری به این فکر می کنی که فلان کس چه بلایی سر تو آورده و یا تو می چه بلایی سر اون بیاری بنابراین تو ناآگاه شده ای و دردمندی بدن عین تو شده است هر جا که خشم هست در لایه های زیرین اون در رنج هم هست. یا وقتی که هوای دل تبریم میشه و تو به الگوهای منفی ذهن خود پناه میبری و زندگی رو چیزی وحشتناک میبینی، فکر تو با دردمندی بدن تو هم پیمان شده. یعنی تو ناآگاه شده ای و در برابر حمله های دردمندی بدن شکننده گشته ای. ناآگاه یعنی یکی شدن با بعضی از الگوهای ذهنی یا عاطفی این به معنای غیبت مشاهدهگر است توجه آگاهانه پایدار بین دردمندی بدن تو و روند فکر تو پل میزنه و موجب روند دگرگونی در تو میشه گویی درد به سوختی برای آتش آگاهی تو تبدیل میشه و آتش آگاهی تو رو شعله ورتر و فروزانتر میکنه. این همون هنر کیمیاگریه، هنر تبدیل مس به طلا، هنر تبدیل درد و رنج به آگاهی. به این ترتیب شکاف درون تو شفا پیدا میکنه و تو بار دیگه تمامیت خیش رو باز میابی. مسئولیت تو از این به بعد اینه که درد و رنج بیشتر تولید نکنی. اجازه بده این روند رو برات خلاصه کنم. توجه خود رو بر روی احساس درون خود متمرکز کن. بدان که آن احساس دردمندی بدن به بپذیر که چنین احساسی در تو وجود داره. درباره این احساس فکر نکن. اجازه نده احساس به فکر تبدیل شه. قضاوت و تحلیل هم نکن. از این احساس برای خود هویتی درست نکن. به حضور خیش ادامه بده و همچنان شاهد چیزی باش که در درون تو رخ میده. نه تنها نسبت به درد عاطفی خیش آگاه باش بلکه نسبت به کسی که مشاهده میکنه هم آگاه باش. مشاهدگر خاموش. اینه نیروی لحظه حال. نیروی حضور آگاهانه خود تو. اون وقت ببین که چه رخ میده. برای بسیاری از زنان دردمندی بدن درست در زمان عادت ماهیانشون بیدار میشه. درباره این موضوع هم بعدا صحبت خواهم کرد. فعلا باید بگم که اگر بتونی در لحظه حال هوشیار و حاضر باشی، احساس درون خیش رو مشاهده کنی و تحت سلطه اون در نیای، فرصتی پیدا می کنی برای تمرین بزرگ معنوی. تمرینی که همه درد و رنج های گذشته تو رو استحاله می بخشه. یکی انگاری نفسانی خود با دردمندی بدن روندی رو که همکنون توضیح دادم هم نیرومنده و هم ساده. این روند رو میشه به یک کودک هم یاد داد. امیدوارم روزی فرا برسه که این روند رو در مدارس ابتدایی به کودکان بیاموزند. هنگامی که اصل اساسی حضور داشتن را یعنی تماشاگر قوقای درون بودن را میفهمی و اون را از طریق تجربه میفهمی ابزار دگرگونی بنیادی خیشتن رو پیدا کرده ای. البته وقتی میخوای خود رو از درد و رنج خود جدا کنی، مقاومتی رو در درون خیش احساس خواهی کرد. به ویژه اگه بیشتر عمر خود رو با یکی انگاری خود با دردمندی عاطفی بدن خود زیسته باشی. در این صورت تصویری از خود ساخته ای که با دردمندی عاطفی بدن تو کاملا هماننده. به این معنی که از دردمندی بدن خود یک خود ناشاد درست کرده ای و باور کردی که این داستان ساخته و پرداخته ذهن واقعا خود تو هستی. بنابراین ترس ناخودآگاه از دست دادن هویتت مقاومتی شدید رو نشون میده و مانع این میشه که تو بین خودت و دردمندی بدنت جدایی قائل بشی به تعبیر دیگه تو ترجیح میدی خیشتن ناشاد اما آشنای خود باشی یعنی دردمندی بدن خیش باشی تا اینکه بخوای خطر کنی و برای دیدار با خیشتن خیش به سرزمین ناشناخته گام بگذاری اگه این نکته شامل حال تو میشه مقاومت درون خیش رو مشاهده کن وابستگی خود رو به درد و رنج خیش ببین. کاملا هوشیار باش. ببین چطور از ناشادی خود خورسند میشی. ببین چقدر دوست داری درباره غمهای خود سخن بگی یا به اونا فکر کنی. اون وقت میتونی توجه خود رو به دردمندی بدن خیش معطوف کنی. به عنوان شاهد حضور داشته باشی و دگرگونی بنیادی درون خیش رو آغاز کنی. فقط تو میتونی از عهده این کار بر بیای. هیچ کس نمیتونه این کار رو برای تو انجام بده. اما اگه بخت با تو یار باشه و استادی آگاه رو پیدا کنی، اگر بتونی با او و در حلقه آگاهان حضور پیدا کنی، به روند تحول خلاق درون خیش سرعت میبخشی. به این ترتیب نور درون خود تو تابانتر و درخشانتر میشه. اگر هیزومی رو که تازه شعله ور شده کنار هیزومی که کاملا گر گرفته قرار بدی، هیزوم شعله ور نخواست بهتر خواهد سوخت و شعله برتر خواهد شد. در هر حال آتش همون آتشه. شعله تر ساختن و روشنتر کردن یکی از وظایف استادان معنویه. استادانی که حضوری آگاهانه دارند و به فراسوی ذهن سفر کردند. خواستگاه ترس پرسش شما یادآور شدید که ترس پاره اساسی درد عاطفی ماست ترس چگونه ایجاد میشه و دلیل وجود اون در زندگی آدمیان چیست آیا بعضی از ترس ها برای دفاع از خود در برابر خطرها ضروری نیست اگه من از سوختن نترسم ممکنه دست خود رو روی آتیش بذارم و بسوزم. پاسخ دلیل آن که تو دست خود رو روی آتیش نمیگیری ترس نیست بلکه این آگاهیه که تو خواهی سوخت. برای اجتناب از خطرات غیر ضروری لازم نیست به ترسی. کمی آگاهی و احساس کفایت میکنه برای این گونه موضوعات عملی به کار بستن درس های گرفته شده در گذشته بسیار مفیده حالا اگه کسی تو رو با آتیش یا با چاقو تهدید کنه ممکنه چیزی شبیه ترس رو در درون خود احساس کنی این احساس کنشی غریزیه که تو رو از خطر دور میکنه اما حالت ذهنی یا روانی ترس نیست یعنی موضوع کنونی بحث ما حالت ذهنی یا روانی ترس با احساس بلاواسطه خطر فرق داره حالت روانی ترس در صورتهای گوناگون بروز و ظهور میکنه بیقراری نگرانی استراب عصبیت تنش دلهوره نفرت و غیره ترس روانی چیزیه که همیشه باید اتفاق بیفته نه چیزی که در لحظه حال اتفاق میافته تو در لحظه اکنون و اینجایی در حالی که ذهن تو در آینده سیر میکنه این حالت رخنه ای برای نفوذ استراب رو ایجاد میکنه اگر خود رو با ذهن خیش همزاد بپنداری و ارتباط خود رو با نیرو و سادگی لحظه حال از دست بدهی. این رخنه استراف پاره جدایی ناپذیر از وجود تو خواهد شد. تو همیشه حریف لحظه حال میشی اما هرگز نمیتونی از پس چیزی برایی که فرافکنی ذهن تو تو از پس آینده بر نمیایی. به علاوه تا موقعی که خود رو با ذهن خیش یکی می انگاری نفسه که زندگی تو رو اداره می کنه. چون به دلیل ماهیت شبهوار نفس و نیز برخلاف ساز و کار پیچیده دفاعی اون نفس خود رو بسیار شکننده و ناامن احساس میکنه. نفس مدام خود رو در معرض تهدید می بینه. با وجود این نفس خود رو در ظاهر بسیار مطمئن نشون میده. گفتم که یک احساس واکنش بدن تو نسبت به ذهن تو. بدن تو چه پیامی رو مدام از نفس تو از خود دروغین و ساخته ذهن تو دریافت میکنه؟ خطر من در معرض تهدید و حمله هستم و این پیام مدام چه احساسی رو در تو ایجاد خواهد کرد؟ البته که ترس هنگامی که حساب خود رو از ذهن خود جدا می کنی این که بر حق باشی یا نه هیچ ربطی به احساس کردن خیشتن حقیقیت نداره بنابراین دیگه نیازی نمیبینی که حقانیت خود رو اثبات کنی ابراز این نیاز شکلی از خشونته حالا دیگه میتونی شفاف و استوار احساس خود رو بیان کنی و درباره اندیشه خود سخن بگی اما نیازی نمیبینی که با زور خود رو به مخاطب خیش بقبولانی حالا دیگه احساس خیشتن حقیقی تو از جایی در اعماق وجود تو برمیخیزه نه از ذهن تو شاهد هر نوع حالت نامطمئن و دفاعی درون خیش باش در برابر چه چیزی حالت تدافعی گرفته ای؟ سعی میکنی از یک هویت وهمی و یک تصویر ذهنی از خود دفاع کنی. وقتی نور آگاهی خود رو بر این الگوی ناآگاهانه ذهنی میافکنی و اون رو میبینی این الگو محو میشه به این ترتیب همه جدلها و بازی های قدرت تو به پایان میرسه جدلها و بازی های قدرتی که فرساینده یک رابطه سالمند میل به تفوق و سلطه بر دیگران صورت تغییر شکل داده ضعف و ناتوانیه قدرت حقیقی در درون توه و همکنون در دسترس توه. بنابراین کسی که خود رو با ذهن خیش یکی می انگاره همواره میترسه. از منبع حقیقی قدرت درون خیش جدا میافته و با خیشتن جرفتر خود که ریشه در هستی داره بیگانه میشه. تعداد آدمهایی که تونستن به فراسوی ذهن خیش سفر کنن بسیار اندکه. بنابراین بیشتر آدمها در حالتی از ترس زندگی می کنند. این ترس بین این دو قطب در نوسانه. استراب و دلهوره در یک سو و حالتی مبهم از ناراحتی و احساس تهدید در سوی دیگه. بسیاری از افراد فقط زمانی نسبت به این قطب آگاه می شن که حالت روانیشون بحرانی میشه. نفس طالب کمال درد عاطفی عنصر ذاتی ذهن نفسانیه یکی از ابعاد این درد عاطفی احساس عمیق کمبود یا نقص احساس کامل نبودن این احساس در بعضی ها آگاهانه است و در بعضی ها ناآگاهانه این احساس زمانی که آگاهانه است خود رو به صورت احساس شایسته نبودن و یا به اندازه کافی خوب نبودن جلوه میده اگر ناآگاهانه باشه خود را به صورت تمنایی شدید خواهش و نیاز جلوگر می سازه. در هر حال حفرهای در درون آدم ها هست که اونها را به سوی اشیاء و جاذبه های نفسانی می کشونه، بلکه این حفره رو به شکلی پر کنن. بنابراین اونها حریسانه برداشته های خود اضافه می کنن، به دنبال پول میرن، خواهان موفقیت و قدرت میشن، دوست دارن شناخته و مشهور بشن تا احساس بهتری نسبت به خود پیدا کنن و خود رو کاملتر ببینن. اما وقتی اونها به تمامی این چیزها میرسن خیلی زود میفهمند که حفره درونشون هنوز خالیه و این حفره پر نشدنیست. است اون وقتی که گرفتاری آغاز میشه البته سعی میکنن خود رو گول بزنن اما گرفتاری خود رو چند برابر میکنن. تا وقتی که ذهن نفسانی تو عهدهدار زندگی توه نمیتونی احساس راحتی کنی نمیتونی آرامش رو احساس کنی البته در همون لحظه ها یا روزهای نخست که به تمنا و آرزوی خود رسیده ای کمی احساس خوشحالی میکنی اما این خوشحالی دوامی نداره. از اونجا که نفس یک حس اکتسابی از خود است، بنابراین محتاج تا خود رو با چیزهای بیرونی یکی بسازه. نفس محتاجه که مدام از خود دفاع کنه و خود رو تقضیه کنه تا بماند. شایع ترین شکل همزاد پنداری نفس جایی که نفس خود رو با داشتهها، مقام، شهرت، مدرک، دانش و اطلاعات، خوشگلی و خوشتیپی، رابطه ها، اعتبار و شهرت، خانواده، باورها و نژاد یکی میپنداره هیچ کدام اینها تو نیستی آیا از دانستن این چیزها وحشت کرده ای؟ آیا دانستن این چیزها به تو آرامش داده است؟ بالاخره چه بخواهی؟ چه نخواهی؟ باید همه این ارزش های را بگذاری و از دنیا بروی هویت اصلی تو در هیچ یک از این ارزش جعلی پیدا نمی شود. بالاخره این حقیقت را خواهی فهمید زمانی که لحظه مرگ خیش را به طور جدی احساس می کنی. مرگ جدایی تو از همه آن چیزهایی است که تو نیستند و تو خود رو با آنها یکی می انگاری. راز زندگی این است. بمیر پیش از آنکه که بمیری. آنگاه در میابی که مرگی وجود ندارد بر به جرفای لحظه حال هرگز خود را در ذهن نمیابی پرسش احساس می کنم پیش از رسیدن به آگاهی کامل و یا روشنی معنوی باید خیلی چیزها درباره شیوه عمل کرده ذهنم بدانم پاسخ نه نیاز به دانستن این همه چیز نیست مشکل ذهن را نمی توان با ذهن حل کرد وقتی نقش مختل ذهن را بفهمی دیگه چیزی باقی نمیمونه که بخوای اون رو بدونی یا بفهمی مطالعه پیچیدگی های ذهن شاید از تو یک روان چناس بسازه اما این کار تو رو به اون سوی ذهن نمیبره همونطور که مطالعه دیوانگی لزوما تو رو عاقل نمیکنه تا به اینجا تو سازوکار اصلی مرتبه ناآگاهی رو دونسته ای. یعنی یکی انگاری خود بازه چیزی که خودی دروغین میآفرینه یعنی نفس نفس جانشین خیشتی تو میشه خیشتنی که در داره اون وقته که درختی میشی که ارتباطش رو با ریشه هاش از دست داده باشه خواهش های نفس پایان ناپذیره نفس بسیار شکننده است و مدام خود را در خطر میبینه بنابراین همیشه میترسه و همیشه محتاجه. اگه اختلال اساسی روح خود رو بشناسی، نیازی به دانستن تمامی طبعات این اختلال نداری. این موضوع رو به یک مسئله تبدیل نکن. البته نفس دوست داره تا این موضوع رو به مسئله ای تبدیل کنی. نفس همواره به دنبال چیزیه تا بتونه خود رو به اون بچسبونه و از اون تقضیه کنه. به این ترتیب نفس خود دروغین رو فربه میکنه. نفس همیشه خود رو به مسئله های تو میچسبونه. به همین دلیل بخش عمده احساس بیشتر آدم ها از خود مستقیما با مسائل و مشکلاتشون ارتباط داره. وقتی این آدم ها میخوان از مسائل و مشکلاتشون رها بشن احساس میکنن که از خودشون جدا میشن. اونها برای درد و رنجهای خود سرمایه گذاری ناآگاهانه نفسانی بسیاری کردند. بنابراین به محض فهمیدن ریشه ناآگاهی خود که همون یکی انگاری خود با ذهنه از ناآگاهی بیرون میای. البته به یاد داشته باش که ذهن شامل عواطف و احساسات هم میشه. با بیرون اومدن از حوزه ناآگاهی حضور پیدا میکنی. وقتی حضور پیدا کردی میتونی ذهن رو به حال خود بذاری بدون اینکه درگیر اون بشی ذهن فی نفس خطا کار نیست وسیله شگفت و لازم خطا اونجاییه که تو اون رو خود طلب بمی کنی اینجاست که ذهن به نفس تبدیل میشه نفسانی میشه و اون وقت ارباب وجود تو میشه پندار باطل زمان رو کنار بذار پرسش ظاهرا جدا کردن خود از ذهن ممکن نیست ما کاملا غرق ذهن شده ایم چطور میخواهید پرواز کردن رو به ماهی بیاموزید پاسخ کلید اینجاست کنار گذاشتن پندار باطل زمان زمان و ذهن جدایی ناپذیرند اگه زمان رو از ذهن بگیری ذهن متوقف میشه مگر اینکه تو بخوای از اون استفاده کنی یکی انگاری خود با ذهن افتادن به دام زمانه وسواس زندگی کردن در خاطرات گذشته و امیدهای آینده این وسواس حسرت گذشته ها و دغدغه دق آینده رو میآفرینه و تو رو نسبت به زیستن در لحظه مقتنم حال بیرقبت میکنه این وسواس به این دلیل زاده میشه که گذشته به تو هویت میبخشه و آینده به تو وعده کامیابی و رستگاری میده هر دوی اینها پندار باطلن. پرسش اما بدون احساس زمان چطور میتونیم در این دنیا زندگی کنیم؟ بدون احساس زمان دیگه هدفی باقی نمیمونه که براش تلاش کنیم. در این صورت دیگه حتی خودم رو هم نخواهم شناخت چون گذشته منه که منو کسی میکنه که اکنون هستم. من فکر میکنم زمان چیز خوبیه. و ما باید یاد بگیریم از زمان عاقلانه استفاده کنیم و اونو هدر ندی پاسخ زمان اصلا چیز خوبی نیست چون پنداریست باطل. اون چرا که تو خوب با ارزش میدونی زمان نیست بلکه چیزی بیرون از زمان یعنی لحظه حال. لحظه حاله که واقعا ارزش داره. هرچی بیشتر معطوف به زمان بشی یعنی به گذشته و آینده از لحظه حال دورتر میافتی. لحظه که ترین موهبت الهی است چرا لحظه حال تا این اندازه ارزش داره ابتدا به دلیل اینکه لحظه حال تنها چیز موجود عالمه لحظه جاودانه حال فضایی که زندگی واقعی تو در اون همچون توماری باز میشه لحظه حال تنها چیزیه که تغییر نمیکنه و همیشه لحظه حال میمونه زندگی در لحظه حال اتفاق میافته هرگز زمانی نبوده که زندگی تو در لحظه حال نباشه و هرگز زمانی نخواهد بود که زندگی تو در لحظه حال نباشه. دوم این که لحظه حال تنها امکانیه که میتونه تو رو از حسار ذهن بیرون ببره. لحظه حال تنها چاره تو برای دست یافتن به بیزمانی و بی یعنی به قلم روح هستی. برای لحظه حال چیزی وجود ندارد. پرسش آیا گذشته و آینده به اندازه لحظه حال واقعیت ندارند؟ آیا گذشته و آینده در بعضی مواقع واقعیتر از لحظه حال نیستند؟ به هر حال گذشته است که ما رو شکل داده و اندیشه و رفتار کنونی ما رو ساخته. هدفهای آینده ما هستند که اعمال ما رو در لحظه حال تعیین می پاسخ تو هنوز معنای سخن منو نگرفته ای چون سعی می کنی اون رو با ذهن خود بفهمی. ذهن نمیتونه این نکته رو بفهمه. تنها تو میتونی این نکته رو بفهمی. لطفا فقط گوش بسپار. آیا هرگز چیزی رو بیرون از لحظه حال تجربه فهم یا احساس کرده ای؟ آیا فکر میکنی هرگز بتونی چیزی رو بیرون از لحظه حال تجربه کنی و یا بفهمی؟ آیا ممکنه چیزی بیرون از لحظه حال اتفاق بیفته؟ پاسخ معلومه. این تو نیست. هرگز چیزی در گذشته اتفاق نیفتاده. همه اتفاقها در لحظه حال میافته. هرگز هیچ اتفاقی در آینده نمیافته. همه اتفاقها در لحظه حال میافته. اون چیزی رو که گذشته میخونی چیزی نیست. مگه رد پایی از خاطره ها که در ذهن بار شده. چیزی که زمانی لحظه حال بوده. با به یاد آوردن گذشته در واقع اثر خاطره ای رو در ذهن فعال می کنی و این کار رو در لحظه حال انجام می دی. آینده هم چیزی نیست مگه لحظه حال خیالی. آینده فرافکنی ذهنه. وقتی آینده فرا می رسه به عنوان لحظه حال فرا می رسه. وقتی درباره آینده فکر می کنی در لحظه حاله که به اون فکر می کنی. گذشته و آینده واقعیتی مستقل ندارند. همونطور که ماه هیچ نوری از خود نداره و تنها نور خورشید رو منعکس میکنه. گذشته و آینده هم انعکاس کمرنگ نور، نیرو و واقعیت لحظه جاودانه حالند. واقعیت گذشته و آینده آریتیه. اونها واقعیت خود را از لحظه حال قرض کردند. معنی سخن من با ذهن فهمیده نمیشه به محض اینکه معنی سخن منو بفهمی آگاهی تو از ذهن به هستی و از زمان به حضور منتقل میشه اون وقت ناگهان احساس میکنی که همه چیز زنده است و از خود انرژی صادر میکنه اون وقت که سرچشمه گرفتن همه چیز از هستی رو تجربه میکنی کلید در بود معنوی انسان. در شرایطی استراری که جان ما به خطر میافته انتقال آگاهی ما از زمان به حضور در لحظه حال خود به خود اتفاق میافته هویتی که گذشته و آینده ای داره به طور موقت عقب میشینه و جای خود را به حضور در لحظه حال میده در این شرایط هر واکنشی که لازم باشه به طور طبیعی و خود به خود از تو سر خواهد زد. این واکنش ها از آگاهی تو در لحظه حال سرچشمه می گیرن. دلیل اینکه بعضی از آدم ها خطر کردن و دوست دارن همینه. مثل سخر نوردان یا قهرمانان مسابقات اتومبیل رانی و یا غیره. خطر کردن اونها رو به لحظه حال میکشونه. کشونه. اگرچه ممکنه اونها خود دلیل ماجراجویشون رو ندونن ولی خطر اونها رو به لحظه حال میکشونه و از بند زمان، دقدقه ها، حسرت ها، فکرها و مشکلات رها میکنه. اونا احساس میکنند که برای لحظاتی تونستن بار هویت و شخصیت رو زمین بذارند و سبک بشن. در اون لحظه های حساس و پر مخاطره اگه اونها حتی یک ثانیه از لحظه حال بیرون برن ممکنه جون خود رو از دست بدن. بنابراین در لحظه حال باقی ماند. اما برای حضور در لحظه حال لازم نیست از صخره بلند بالا بری و یا در مسابقه پرخطر اتومبیل رانی شرکت کنی. تو میتونی همین حالا در لحظه حال حضور پیدا کنی. از زمانهای دور آموزگاران بزرگ معنویت به لحظه حال به عنوان کلیدی برای باز کردن در بود معنوی انسان یاد کردم. علا رقم یاداوری اون بزرگان این نکته به عنوان رازی نهفته باقی مونده. بدیهیه که مضمون جرف این نکته اساسی رو در کلیساها و معابد آموزش نمیدن. اگه به کلیسایی بری میشنوی، غم فردا رو نخورید چون فردا غمهای خاص خود را دارد. یا کسی که به عقب مینگرد شایسته ملکوت آسمان ها نیست. یا ممکنه درباره گلها بشنوی که اونها دغدغه فردا رو ندارن و با دلاسودگی در لحظه بی زمان حال زندگی میکنن و از دست خداوند روزی میخورن کمتر به عمق این سخنان توجه شده کسی توجهی نداره که این سخنان رو باید زندگی کرد کسی توجهی نداره که فهم عمیق این سخنان میتونه موجب دگرگونی بنیادی روح بشه تمامی حقیقت زن در حرکت بر لبه تیغ لحظه حال نهفته است یعنی چنان با تمام وجود حضور پیدا کنی که دیگه هیچ مشکلی هیچ درد و رنجی و هیچ چیزی که وجود حقیقی تو نیست نتونه در تو باقی بمونه در لحظه حال در لحظه غیبت زمان همه مسائل و مشکلات تو محو میشه رنج محتاج زمانه نمیتونه در لحظه حال دوام بیاره. یکی از استادان بزرگ طریقت زن برای اینکه توجه شاگردان خود را از زمان منصرف کنه اغلب انگشت نشانه خود رو بالا میگرفت و میپرسید در این لحظه حال چه چیزی کمه؟ پرسشی گزنده که برای اون نمیشه پاسخی در ذهن پیدا کرد چون این پرسش توجه تو را عمیقا معطوف به لحظه حال میکنه یکی دیگه از پرسش های بنیادی طریقت زن اینه که اگر حالا نه پس که؟ لحظه حال محل توجه عرفان اسلامی هم بوده. مولانا میگه صوفی ابن الوقت باشد. همین عارف بی همتا در مصنوی خود میگه که گذشته و آینده پرده و هجاب خدا هم. باید گذشته و آینده رو آتیش بزنی تا همنشین لب و آواز خداوند شوی. هست توشیاری زیاد ما مزی، مازی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زن به هر دو تا به کی پر باشی از این هر دو چونه. تا گره بانه بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. در جای دیگه میگه که همنشین گروهی برگزیده بودم که مراقبه میکردند و از ذهن یعنی خود دروغین جدا شده بودم در اون لحظه حال بود که از زمان رستم زمان جوان را پیر میکنه و ضد تراوت و شادابیه همه تلوین ها و درد ها و رنج ها از زمان برمیخیزه اگر از زمان رهایی پیدا کنی از تلوین ها و درد ها و رنج ها رها میشی اگر از گذشته و آینده بیرون بیایی محرم آن بیچون و بیشکل و بیزمان میشی ساعتی با آن گروه مجتوا چون مراقب گشتم و از خود جدا هم در آن ساعت ز ساعت رست جان زان که ساعت پیر گرداند جوان جمله تلوین ها ز ساعت خواست است رست از تلوین که از ساعت برست چون ز ساعت ساعت بیرون شوی چون نماند محرمه بیچون شوی عارف بزرگ مسیحی هم میگه که زمان همون هجابیه که مانع رسیدن نور خداوند به ما میشه. در راه رسیدن به خدا هیچ مانعی ای عبورتر از زمان نیست. دسترسی به نیروی لحظه حال پرسش لحظه پیش وقتی درباره جاودانگی لحظه حال و وهمی بودن گذشته و آینده سخن می گفتین. من داشتم از پنجره به اون درخت وسط حیات نگاه می کردم. من اون درخت رو قبلام بارها دیده بودم، اما این دفعه اون رو کاملا متفاوت می دیدم. این دفعه برکاش و پررنگتر و زنده تر می دیدم. انگار بودی تازه به ابعاد درخت اضافه شده بود. نمیتونم این بود تازه رو توضیح بدم. نمیدونم چطور. اما نسبت به حقیقتی نامشود در درخت آگاه شده بودم. روح درخت رو می دیدم. به طریقی من هم پاره از این روح بودم. حالا می فهمم که تا کنون اون درخت رو ندیده بودم. فقط تصویر یک بودی و مرده از اون داشتم. حالا وقتی به اون درخت نگاه می کنم، چیزی از اون آگاهی رو در خود احساس می کنم. اما این احساس رو هم دارم که این آگاهی فراره. و چنگم می میبینید می بینید این تجربه به گذشته عقب نشینی کرده. آیا تجربه هایی از این دست ناپایدار و گذرایند؟ پاسخ تو برای لحظه ای از زمان رها شده ای. تو به لحظه حال منتقل شده ای و بنابراین درخت رو بدون هجاب یا صافی ذهن دیده ای. در اون لحظه آگاهی از هستی بخشی از فهم تو شده. با تحقق بود بی زمان دانایی دیگه ای پیدا میشه. دانایی که روح چیزها را نمی کشه. روحی رو که در همه چیز و همه کس حضور داره. دانایی که قداست و راز زندگی رو ویران نمی کنه. به همه چیز و همه کس عشق می وزه و برای هر آنچه که هست احترام قاهله. دانایی که ذهن درباره اون چیزی نمی دونه. ذهن نمیتونه درخت رو بفهمه. ذهن فقط اطلاعاتی رو درباره درخت میدونه. ذهن من نمیتونه تو رو بشناسه. ذهن من فقط میتونه برچسبا، قضاوتها، اطلاعات و نظرها درباره تو رو در خود انبار کنه. فقط هستیه که بیواسطه میشناسه. ذهن ابزاری مفید. فایده ذهن در حوزه زندگی روزمره و عملیه. با وجود این وقتی ذهن بر همه جنبه های زندگی تو چیره میشه از جمله بر رابطه تو با آدم های دیگه و طبیعت هیولایی مزاحم میشه که اگه مهار نشه زندگی رو به نابودی میکشونه و با نابود ساختن زندگی خود رو هم میکشه تو برای لحظه ای تجربه کردی که چگونه بیزمانی میتونه بنیاد فهم تو رو دگرگون کنه اما یک تجربه کوتاه کافی نیست مهم نیست که تا چه اندازه زیبا و عمیق بوده اون چیزی که لازمه و موضوع مورد بحث ماست مقیم دائم شدن در حریم حرم آگاهیه بنابراین الگوی کهنه و نخنمای انکار لحظه حال و مقاومت در برابر اون رو در هم بشکن وقتی به فکر کردن درباره گذشته و آینده نیازی نداری توجه خود رو از اونها برگیر تا جایی که مقدوره از بعد زمان خارج شد. اگه نمیتونی به طور مستقیم به لحظه حال وارد چی، به میل ذهن خود نگاه کن که چطور دوست داره از لحظه حال فرار کنه. خواهی فهمید که آینده همواره در نظرت بهتر یا بدتر از لحظه حاله. اگه این آینده خیالی در نظرت بهتر بیاد، به تو امیدهای لذت بخش میده. اگه این آینده خیالی رو بدتر از لحظه ی حال تصور کنی دچار دقدقه و استراب میشی هر دوی این تصورات وهم محزن از طریق مشاهده خیشتن حضور بیشتری پیدا میکنی به محض اینکه در میابی که حاضر نیستی ناگهان احساس میکنی که حاضر هستی اگه بتونی شاهد ذهن خیش باشی دیگه به دام ذهن خیش نمیافت عنصری تازه وارد زندگی تو شده عنصری که در ذهن نیست عنصر حضوری مشاهده کننده به عنوان تماشاگر ذهن خیش حاضر باش تماشاگر افکار عواطف و احساسات و تماشاگر واکنش های خود در موقعیت های گوناگون حداقل به همون اندازه که به شرایط خود توجه نشون میدی به واکنش های خود نیز در این شرایط توجه کن. ببین ذهن تو چگونه مدام به گذشته یا آینده میخزه. اون رو که مشاهده میکنی مورد قضاوت و یا تیزی و تحلیل قرار نده. افکارت رو مشاهده کن. عواطفت رو احساس کن و واکنشات رو ببین. از اونها مسئله نساز. تو به زودی چیزی را احساس خواهی کرد که از همه اینها نیرومندتره یعنی حضوری مشاهدگر و آرام که ورای محتوای ذهن نشسته و تماشا میکنه باید در شرایطی که موجب برانگیختن واکنشی عاطفی از جانب تو میشه حضور پررنگ داشته باشی مانند شرایطی که کسی باعث میشه تا تصویری که از خود ساختهی ای مخدوش بشه. در چنین شرایطی تو میترسی و دست به هر کاری که میزنی غلط از آب در میاد و یا عقده که از گذشته ها در دل تو مونده سر باز میکنه. در این شرایط دوست داری ناآگاه باشی واکنش با تو یا احساساتت بر تو غلبه میکنن تو عین واکنش خود یا احساساتت میشی اعدا در میاری توجیه میکنی خطا میکنی حمله میکنی دفاع میکنی اما تو نیستی که این کارها را میکنی بلکه الگوی واکنشی تو ذهن که از روی عادت میخواد خود رو حفظ کنه یکی انگاری خود با ذهن به ذهن انرژی میده مشاهده ذهن انرژی ذهن رو از اون میگیره یکی انگاری خود با ذهن احساس زمان رو شدیدتر میکنه مشاهده ذهن پنجره وجود تو رو به سوی بود بی زمان باز میکنه. انرژی که از ذهن گرفته میشه به حضور تبدیل میشه. وقتی احساس کنی که حضور داشتن چه معنایی داره، اون وقت به راحتی هر زمان که بخوای و نیازی به زمان نداشته باشی، میتونی از زمان خارج بشی و در لحظه ی حال زندگی کنی. این کار توان تو رو برای استفاده از زمان یعنی گذشته و آینده کاهش نمیده. در مواقعی که به زمان نیاز داری میتونی به اون رجوع کنی و از اون در امور عملی زندگی خود بهرهمند بشی. این کار توان تو رو برای استفاده از ذهن هم تضعیف نمیکنه. در واقع تو تواناتر هم خواهی شد. وقتی تو ارباب ذهن خود باشی، ذهن تو شفافتر، تیزتر و متمرکزتر خواهد. خلاص شدن از زمان روانی یاد بگیر تا زمان را فقط در موارد عملی زندگی روزانه خود به کار بگیری می توانیم این زمان را زمان ساعتی بنامیم اما پس از استفاده از آن در این موارد بلافاصله به آگاهی لحظه حال برگرد به این شیوه دیگر زمان روانی که یکی انگاشتن خود با گذشته و فرافکنی مدام خواهش ها به آینده است در تو هم باشته نمی شود. زمان ساعتی فقط قرار گذاشتن و یا تنظیم برنامه سفر نیست. زمان ساعتی شامل درس گرفتن از گذشته برای عدم تکرار اشتباهات، تعیین هدف ها و گام برداشتن به سوی آنها نیز می شود. پیشبینی آینده بر اساس الگوها و قوانین فیزیکی و ریاضی و غیره و نیز یادگیری از گذشته و تدارک عمل کردی درست بر اساس پیش بینی ها هم بخشی از کار کرده های زمان ساعتی اما حتی در اینجا در حوزه زندگی عملی جایی که نمیتونیم بدون رجوع به گذشته و آینده کاری انجام بدیم لحظه حال از اهمیتی اساسی برخورداره. هر درسی که از گذشته میگیریم مربوط به لحظه حاله و در لحظه حال به کار گرفته میشه. تنظیم برنامه ها و تعیین هدف ها و عمل کردن برای رسیدن به هدف ها هم در لحظه حال اتفاق میافته. مرکز توجه آدم روشن شده همواره لحظه حاله. با وجود این، اونها در حاشیه نسبت به زمان هم آگاهی دارند. به تعبیر دیگه اونها از زمان ساعتی استفاده می کنند اما از زمان روانی آزاد و رها هستند. این نکته رو خوب به خاطر داشته باش. مبادا زمان ساعتی رو به زمان روانی تبدیل کنیم. برای مثال، اگه در گذشته مرتکب اشتباهی شده ای و از اون اشتباه در لحظه حال درس میگیری، میشه نتیجه گرفت که از زمان ساعتی استفاده کرده ای. از طرف دیگه، اگر در ذهن خود مدام درگیر اشتباه گذشته خود هستی و خود را سرزنش می کنی و گناهکار می دونی می شه نتیجه گرفت که تو من رو با آنچه از آن من هست اشتباه گرفته تا تو اون اشتباه رو به پاره ای از هویت خود تبدیل کرده ای و در زمان روانی ساکن شده ای. چنین هویتی هویت حقیقی تو نیست. عدم بخشش به طور ضروری بر بردارنده بار سنگین زمان روانیه. اگه برای خود هدفی تعیین کنی و برای دستیابی به اون هدف بکوشی در واقع از زمان ساعتی استفاده کردی. تو میدونی به کجا میخوای بری اما در عین حال لحظه حال رو مقتنم میدونی و اون رو مرکز توجه خود قرار داده ای. اگر به حد افراد روی هدف خود متمرکز بشید و این کار را برای دستیابی به خوشبختی، کامیابی یا رسیدن به احساسی کاملتر از خود انجام بدی، میشه گفت که لحظه حال رو مقتنم ندانسته ای و آن را از کف داده ای. تو لحظه حال رو به وسیله فرو کاسته ای برای رسیدن به آینده ای که ذاتا واقعیت نداره. تو زمان ساعتی رو به زمان روانی تبدیل کرده ای. حالا دیگه سفر زندگی تو یک ماجرای هیجان انگیز نیست بلکه هرسیه برای رسیدن برای به دست آوردن برای داشتن و بیشتر داشتن تو دیگه توان استشمام رایحه گلهای کنار جاده و دیدن اونا رو نداری تو دیگه توان دیدن معجزه و زیبایی زندگی رو نداری تو حضور نداری تا ببینی و بشنوی و زندگی کنی تو در لحظه ی حال نیستی. پرسش من متوجه اهمیت لحظه ی حال هستم اما نمیتونم حرف شما رو که میگید زمان پنداری باطله قبول کنم. پاسخ وقتی من میگم زمان پنداری باطله منظورم اظهار مطلبی فلسفی نیست. من فقط یادآور این حقیقت ساده هستم. یعنی حقیقتی که چنان بدیهی و آشکاره که به دشواری اونو میفهمید. و شاید هم اون رو بیمعنا بدونی. اما اگه اون رو خوب درک کنی، چنان تیز و برنده است که بندهای همه مسئله ها و مشکلات تو رو می بره. بگذار تکرار کنم. لحظه حال تمامی دارایی تو. زمانی وجود نداره که زندگی تو در لحظه حال نگذره. آیا این موضوع حقیقت نداره؟ احمقانه بودن باورمندی به زمان روانی اگه به ظهورات و جلوه های گوناگون زمان روانی نگاه کنی بی تردید متوجه میشی که زمان روانی چیزی جز بیماری نیست برای مثال زمان روانی خود رو در ایدئولوژی مثل مارکسیسم، سوسیالیسم اجتماعی، تعصبات و خشک مغزی ها که فرض می کنن فضیلت چیزیه که در آینده به دست میاد و بنابراین هدف وسیله رو توجیه میکنه بروز میده. هدف یک ایده است. نقطه در آینده. نقطه ای که حاصل فرافکنی ذهن. نقطه ای که در اونجا میشه به خوشبختی دست یافت. کامیاب شد به عدالت و آزادی و غیر رسید. در بیشتر موارد وسیله هایی که برای رسیدن به این هدف ها انتخاب میکنیم خودشون به اسارت، شکنجه و نابودی آدم ها در لحظه حال تبدیل میشن. برای مثال در روسیه، چین و کشورهای دیگه بیش از پنجاه میلیون انسان کشته شدند تا آرمان کمونیسم تحقق پیدا کنه تا دنیایی بهتر برای آدمها فراهم بیاد. این فقط یک نمونه است. نمونه از اینکه چگونه باور به بهشت آینده میتونه دوزخی رو در لحظه حال بیافرینه. آیا تردیدی هست در این نکته که زمان روانی یک بیماری ذهنی جدی و خطرناکه این الگوی ذهنی چگونه در زندگی تو عمل میکنه؟ آیا همواره سعی میکنی تا در جایی غیر از جایی که هستی قرار بگیری؟ آیا بیشتر کارهای تو وسیلهی هستند برای رسیدن به هدفی؟ آیا شادیهای تو چیزهای دم دستی هستند؟ مانند لذتهای زود گذر، سکس، غذا، مشروب، مواد مخدر یا هیجانات و شلوغ پلوغ کردن ها؟ آیا همیشه میخوای چیزی بشی و یا به چیزی برسی؟ آیا فکر میکنی اگه بیشتر داشته باشی کامیابتر خواهی بود؟ بهتر خواهی شد و از نظر روانی وضعی بهتر خواهی داشت؟ آیا منتظر کسی هستی که پیدا بشه و به زندگی تو معنایی ببخشه؟ در حالت معمولی یعنی حالت یکی انگاری خود بازه حالت روشن ناشدگی آگاهی قدرت و توان بیمنتهای خلاقیت آدمی که در لحظه حال نهفته است توسط زمان روانی مدفون میشه اون وقت که زندگی تو از شور و شوق سرزندگی تراوت و احساس حیرت توهی میشه الگوهای کهنه فکرها عواطف رفتار واکنشها و آرزوها در تکراری بیپایان ظاهر میشن به تو هویت میبخشند اما واقعیت لحظه حال تو رو دفع میکنند اون وقت ذهن دل مشغول آینده میشه و از لحظه حال نادل چسب میگریزه دید منفی و درد و رنج ریشه در زمان دارند پرسش اما باور به اینکه آینده بهتر از حال خواهد بود همواره پندار باطل و بیاساس نیست لحظه حال ممکنه لحظه وحشتناکی باشه و ممکن اوضاع در آینده بهبود پیدا کنه که معمولا چنین هم میشه پاسخ معمولا آینده کپی گذشته است ممکن تغییراتی سطحی اتفاق بیفته اما دگرگونی اساسی زندگی تو منوط به اینه که تصمیم بگیری در لحظه حال حضور پیدا کنی و با کمک گرفتن از نیروی لحظه حال گذشته رو محو کنی اون چیزی رو که تو آینده میخونی چیزی نیست مگر بخش جدایی ناپذیر آگاهی تو در لحظه ها. اگه ذهن تو باری رو از گذشته ها به دوش میکشه این بار در آینده سنگین تر خواهد شد. گذشته خود رو به واسطه ی فقدان لحظه حال زنده نگه می کیفیت آگاهی تو در لحظه حاله که آینده تو رو شکل میده. آینده ای که بی تردید به عنوان لحظه حال تجربه خواهد شد. ممکنه ناگهان صاحب ده میلیون دلار بشی اما این تغییر سطحی خواهد بود. دو باز هم بر اساس همون الگوهای شرطی شده عمل خواهی کرد. البته در شرایطی تجملاتی تر. انسان تونسته اتم رو بشکافه. به جای کشتن ده دوازده نفر با یک چماق چوبی او حالا میتونه با فشار دادن یک دکمه میلیون ها انسان رو بکشه. آیا این توانایی نوظهور یک دگرگونی بنیادیه؟ اگه کیفیت آگاهی تو در لحظه حاله که آینده ی تو رو شکل میده پس اون چه که کیفیت آگاهی تو رو در لحظه حال شکل میده کدومه؟ میزان حضور تو بنابراین تنها جایی که دگرگونی بنیادی و حقیقی رخ میده و گذشته محو میشه لحظه حاله. کالانبور شدن زمان روانی موجب به وجود آمدن همه نگرش های منفی به زندگی و نفی لحظه حال است ناراحتی استراپ تنش ها فشارهای عصبی نگرانی همه شکل های ترس معلول وفور آینده در ذهن و کمبود لحظه حال در تو احساس گناه حسرت سرزنش خود غم و اندوه تلخ کامی و همه شکل های عدم بخشش خود معلول وفور گذشته در و کمبود لحظه حال در تو. بسیاری از آدم ها نمیتونن باور کنن که میشه از همه نگرش های منفی نسبت به زندگی خلاص شد. این خلاصی مرتبه ای از رهایی که همه آموزه های معنوی به اون اشاره کردند. این وعده رهایی اما نه وعده خیالی در آینده. بلکه وعدهای برای اینجا و لحظه حال. ممکنه پذیرفتن این نکته برای تو دشوار باشه که تمامی مشکلات و درد و رنجهای تو زاده زمان هم. تو معتقدی که مشکلات و درد و معلول شرایط خاص زندگی تو هم. از دیدگاهی شایع این نکته درست به نظر میرسه. اما اگر عملکرد مشکل آفرین ذهن رو ندیده بگیریم یعنی وابستگی ذهن به گذشته و آینده و نفی لحظه حال رو مشکلات و درد و رنج ها جابجا میشن اما تموم نمیشن اگه امروز همه مشکلات و دردها و رنج های تو به طور معجزه ها برطرف بشه اما تو در لحظه حال حضور پیدا نکنی و آگاه تر نشی خیلی زود خود رو با مشکلات و دردها ها و رنج های مشابه روبرو رو خواهی دید اونا مثل سایه ای تو رو دنبال میکنن و به هر جا که بری با تو میان. در نهایت یک مشکل بیشتر وجود نداره. یعنی ذهن وابسته به زمان. پرسش نمیتونم باور کنم که میتونم به نقطه ای برسم که از همه مشکلاتم رها باشم پاسخ حق با توه. تو هرگز نمیتونی به چنین نقطه ای برسی. چون تو همین الان در اون نقطه هستی. در زمان هیچ رهایی وجود نداره. تو نمیتونی در آینده آزاد باشی. حضور در لحظه حال کلید آزادی توه. بنابراین تو فقط در لحظه حال که میتونی آزادی رو تجربه کنی. پیدا کردن زندگی در زیر لایه وضعیت زندگی. پرسش نمیدونم چطور میتونم در لحظه حال آزاد باشم. من معمولا از زندگی خود در لحظه حال خوشنود نیستم. این یک واقعیته. و اگه من به خود بباورونم که اون چه که در لحظه حال میگذره خوبه فقط خود رو گول زدم چون میدونم که چنین نیست. پاسخ ذهن تو اسیر زمانه و تو فکر میکنی که ساکن لحظه حال هستی. ممکن نیست همزمان ناشاد و ساکن لحظه حال باشی. اون چیزی رو که تو زندگی خود میخونی چیزی نیست مگر وضعیت زندگی تو وضعیت زندگی تو زمانی روانی است یعنی گذشته و آینده حوادثی در گذشته زندگی تو رخ داده که تو دوست داری اون حوادث اتفاق نیفتاده بود تو هنوز در برابر اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده مقاومت میکنی و اکنون در حال مقاومت کردن در برابر چیزی هستی که هست. این امیده که تو رو نگه داشته اما امید همواره متوجه آینده است این توجه مدام به آینده موجب نفی لحظه حال میشه با نفی لحظه حال که احساس ناشادمانی میکنی. پرسش درسته که وضعیت کنونی زندگی من معلول اتفاقات گذشته است اما وضعیت کنونی زندگی من وضعیت کنونی منه و همین وضعیت که منو ناشاد میسازه پاسخ وضعیت زندگیت رو چند لحظه فراموش کن و توجه خود رو به زندگیت معطوف کن پرسش این دو چه تفاوتی دارند؟ پاسخ وضعیت زندگی تو در زمان وجود داره زندگی تو در لحظه حال میگذره وضعیت زندگی تو ساخته و پرداخته ذهن توه زندگی تو که واقعیه پیدا کنون در تنگی رو که به زندگی منتهی میشه این در لحظه حال نام داره. ممکنه وضعیت زندگی تو مالامال از مشکلات باشه. بسیاری از وضعیت های زندگی چنین. اما ببین آیا در لحظه حال مشکلی داری؟ نه فردا و یا ده دقیقه بعد بلکه در همین لحظه کنونی. آیا در این لحظه مشکلی داری؟ وقتی زندگی خود رو پر از مسئله و مشکل می‌بینی. دیگه جایی برای تازه ها باقی نمیگذاری که بیاند و در تو جای بگیرند. کلید حل مشکلات در دست تازه هاست. بنابراین هر وقت که مجالی دست داد جایی برای تازه ها باز کن. فضایی تا بتونی زندگی خفته در زیر لایه وضعیت زندگیت رو پیدا کنی. از حواس خود به طور کامل استفاده کن. در جایی که هستی باش. به پیرامون خود نگاه کن. فقط نگاه کن تفسیر و تعبیر نکن نور رو ببین شکلا و صورت ها رو ببین رنگ ها رو ببین حالت ها رو ببین نسبت به حضور ساکت و خاموش همه چیز آگاه باش نسبت به فضایی که همه چیز رو در خود جای داده آگاه باش به صداها گوش بده اونها رو مورد قضاوت قرار نده به سکوتی که زیر لایه صداها پنهانه گوش بده. چیزی رو لمس کن. هر چیزی رو که میخوای. اون رو احساس کن و هستیش رو تایید کن. ریتم نفسهای خود رو مشاهده کن. هوایی رو احساس کن که داخل ریه های تو میشه و دوباره خارج میشه. احساس کن انرژی زندگی رو که در درون بدن توه. اجازه بده همه اون چیزهایی که در درون و بیرون تو هستن همچنان که هستن باشن. بودن همه چیزها رو بپذیر. به جرفهای لحظه حال برو. تو اکنون دنیای مرده مفاهیم ذهنی رو پشت سر گذاشته ای. دنیای زمان رو. تو از ذهن حماقت پیش بیرون اومدی. ذهنی که انرژی حیاتی تو رو میمکه و تو جامعه و زمین رو مسموم می کنه. تو حالا از خواب زمان بیدار شده ای و لحظه حال رو لمس کرده ای. همه مشکلات توهم ذهن است. پرسش احساس می کنم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده. احساس شفافیت می کنم. اما مشکلاتم برجا جا موندند و انتظار منو میکشم. اینطور نیست. اونا حل نشدن. آیا اینطور نیست که من فقط به طور موقت اونا رو ندیده گرفتم؟ پاسو اگه همین لحظه تو رو در بهشت بذارم، طولی نمیکشه که ذهن تو به تو میگه خب که چی؟ من از حل مشکلات سخن نمیگم بلکه از این سخن میگم که هیچ مشکلی وجود نداره فقط وضعیت زندگی است که میتونی در لحظه حال با اونها مواجه بشی و یا اونها رو به عنوان پاره ای از بودن لحظه حال بپذیری و اجازه بدی خود به خود تغییر کنن و یا در وقت مناسب حل و فصلشون کن. مشکلات ساخته و پرداخته ذهنن و برای بقای خود به زمان نیاز دارن. اونها نمیتونن در واقعیت لحظه حال باقی بمونن. توجه خود رو به لحظه حال معطوف کن و به من بگو در این لحظه چه مشکلی داری. پاسخی نداری چون وقتی توجه خود رو کاملا به لحظه حال معطوف می کنی مشکلی باقی نمی مونه. آری فقط وضعیتی باقی می که تو می اون رو بپذیری و یا اون رو برطرف کنی. چرا این وضعیت رو به یک مسئله یا مشکل تبدیل می کنی؟ اصلا چرا چیزی رو به یک مسئله یا مشکل تبدیل می کنی؟ آیا زندگی همونطور که هست به اندازه کافی چالش آفرین نیست؟ چه احتیاجی به مسئله ها و مشکلات داری؟ ذهن تو مشکلات رو دوست داره. چون مشکلات به تو هویت می بخشن. این موضوع طبیعیه اما عقلانی نیست. معنای مسئله یا مشکل اینه. تو در وضعیتی ذهنی قرار گرفته ای و در لحظه حال نمیخوای اقدامی بکنی. و یا نمیتونی اقدامی بکنی تا از این وضعیت بیرون بیای اما به طور ناخودآگاه این وضعیت رو به ای از احساسی تبدیل می‌کنی که از خود داری چنان غرق وضعیت زندگی خود می‌شی که حس زندگی رو از دست میدی و بودن خویش رو احساس نمی‌کنی یا اینکه بار احمقانه صدها مسئله مربوط به آینده رو در ذهن حمل می‌کنی و از تمرکز به روی لحظه حال و کاری که میتونی در این لحظه انجام بدی تفره میری. وقتی برای خود مسئله میسازی درد و رنج میآفرینی تو به یک تصمیم ساده نیاز داری. به خود بگو مهم نیست که در آینده چه اتفاقی رو خواهد داد. من تصمیم گرفتم دیگه درد و رنج بیشتری برای خود نیافرینم. دیگه برای خودم مسئله سازم. همین تصمیم ساده بسیار گذار و سازنده است. میدونم از این تصمیم ساده هم آجزی. تا وقتی این تصمیم ساده رو میگیری که از درد و رنج خود به سطوح اومده باشی و راه نجاتی بجویی. راه نجاتی در کار نیست مگه در لحظه حال و با نیروی لحظه حال. اگه برای خود درد و رنج نیافرینی برای دیگران هم درد و رنج نمیافرینی. دیگه زمین زیبا رو آلوده نمی کنی. دیگه فضای پاک درون خیش رو مسموم نمی کنی. دیگه روح دیگران رو با نگرش منفی و مسئله ساز خود آزرده نمی کنی. اگه وضعیت پرمخاطره مرگ و زندگی رو تجربه کرده باشی، میدونی که این وضعیت برای تو یک مسئله یا مشکل نبوده. در این وضعیت ذهن مجال این رو پیدا نکرده که ادواتفار در بیاره و اون وضعیت رو به یک مسئله یا مشکل تبدیل کنه. در یک وضعیت استراری و پرخطر ذهن متوقف میشه. تو با تمام وجود در لحظه حال حضور پیدا می کنی و قدرتی شگفت و بینهایت وجود تو رو احاطه میکنه. دلیل اینکه بعضی از آدم های معمولی به یک باره توان این رو پیدا می کنن که دست به اعمال قهرمانی شگفت بزنن همینه. در شرایط استراری چه باقی بمونی یا نمونی چنین حالتی به تو دست میده. در هر حال شرایط استراری، شرایط مرگ و زندگی هرگز به مسئله و مشکل تبدیل نمیشن. بعضی ها عصبانی میشن وقتی میگم که مسائل و مشکلات توهمن. من با این حرف خود تصویری رو که اونها از خود ترسیم کردن تهدید میکنم. اونها زمان زیادی رو برای ترسیم این تصویر از خود سرمایه گذاری کردند. اونها ناآگاهانه سالها هویت خودشون رو بر اساس دردها، مشکلات و مسائلشون تعریف کردند. بدون اینها اونها چه کسی خواهند بود؟ بسیاری از حرفهایی که آدمها میزنند و یا کارهایی که میکنند برخواسته از ترس، ترسی که ریشه در آینده و گریز از لحظه حال داره. همونطور که در لحظه حال مسئله و مشکلی وجود نداره، ترس هم وجود نداره. اگه مقیم لحظه حال باشی و وضعیتی خاص پیش بیاد، کنش تو شفاف و سریح و برخواسته از آگاهی نسبت به لحظه حال خواهد بود. چنین کنشی نافذتر و موثرتر خواهد بود. کنش تو واکنشی نیست که ریشه در شرطی شدنهای گذشته ذهن تو داشته باشه بلکه پاسخی خودجوش به وضعیت حال اگه میخوای با ذهن اسیر زمان خود به این وضعیت خاص پاسخ بدی بهتره که کاری نکنی و روی لحظه حال متمرکز بشی جهشی کیهانی در مسیر تکامل آگاهی پرسش من به طور مبهم منظورتون رو از رهایی از ذهن و زمان فهمیدم اما گذشته و آینده چنان قویان که نمیتونم برای مدتی طولانی اونها را از خود دور نگه دارم پاسخ آگاهی اسیر ذهن در روح بشر لانه کرده و قصد بیرون رفتن نداره اما کار ما در اینجا بخشی از دگرگونی بنیادیه که در آگاهی جمعی این سیاره و فراسوی اون رخ داده. بیداری آگاهی از خواب ماده، صورتها و جدا انگاری خود از همه چیز و همه کس. خاتمه دادن به زمان. ما داریم الگوهای ذهنی رو میشکنیم. الگوهایی که سالیان سال بر انسان حکومت میکنن. الگوهایی که در دورنجهای بسیاری آفریدن. این الگوها همان شیطان هستند. اما بهتر اونها رو ناآگاهی و حماقت بنامی. پرسش در هم شکستن ناآگاهی و حماقت آیا این چیزیه که ما باید انجام بدیم یا خود به خود اتفاق میافته؟ منظورم اینه که آیا این دگرگونی اجتناب ناپذیره؟ پاسخ این موضوع به دیدگاه تو بستگی داره. انجام دادن و خود به خود اتفاق افتادن هر دو یک روند هستن. چون تو با تمامیت آگاهی یگانه هستی. بنابراین نمیتونی این دو را از هم جدا کنی. اما تضمینی صد درصد وجود نداره که بشر بتونه از عهده این کار مهم بر بیاد. این کار روندی خود به خودی نیست. همت تو بخشی از این رونده. با وجود این، این روند جهشی کیهانی در مسیر آگاهی انسانه و تنها شانس انسان برای بقاست. شور و سرمستی هستی. برای اینکه بدونی آیا تحت سلطه زمان هستی یا نه معیاری ساده وجود داره. از خود بپرس آیا در آنچه که انجام میدم شادمانی و روشنی و سبکبالی احساس میکنم یا نه؟ اگه چنین احساسی نداری بنابراین زمان هجاب لحظه حال تو شده و تو زندگی رو باری بردوش و کاری پرمشقت احساس میکنی. اگه در اون چیزی که انجام میدی احساس شادمانی، روشنی و سبک نداری، این به اون معنا نیست که ضرورتا باید کار خود رو تغییر بدی. فقط کافیه که کیفیت و چگونگی کار خود رو دگرگون کنی. کیفیت همیشه مهمتر از کمیته. ببین آیا میتونی توجه خود رو به نفس کار و نه به نتیجه که از کار میگیری معطوف کنی. توجه خود رو به چیزهایی معطوف کن که لحظه حال در اختیارت میذاره. این بدان معناست که تو توان پذیرش آنچه که هست رو نیز داری. چون ممکن نیست توجه خود رو به چیزی معطوف کنی و در عین حال در برابرش بیستی. به محض اینکه لحظه حال رو مقتنم میشماری همه ناشادی ها و حسدن هات به پایان میرسه. اون وقت زندگی شادمانه در برابر چشمان تو گشوده میشه. احساس سبک بالی می کنی. وقتی خواستگاه عمل تو لحظه حال باشه هر کاری که می کنی، حتی کارهای ساده روزمره تو سرشار میشه از احساس فضیلت، توجه و عشق. بنابراین دقدقه نتیجه عمل خود رو نداشته باش. توجه خود رو متوجه عمل خود کن. نتیجه خود به خود به دست خواهد اومد. این تمرینی معنوی و بسیار موثره. در به هاگواداگیتا یکی از قدیمیترین و زیباترین کتاب های آموزه های معنوی جهان انقطاع از نتیجه عمل رو کارمایوگا خوانده. در این کتاب درباره انقطاع از نتیجه عمل به عنوان کرداری قدسی سخن گفته شده. وقتی که از شدت گریز از لحظه حال کاسته میشه، شور و سرمستی هستی به همه کارهای تو جاری میشه به محض اینکه توجه تو به لحظه حال معطوف میشه حضوری رو احساس میکنی سکوتی رو آرامشی ژرف رو دیگه برای کامیابی و رضایت در بند آینده نخواهی بود رستگاری خود رو به آینده موکول نمی کنی. بنابراین دیگه وابسته نتیجه ها نیستی نشکست و نه هیچ کدوم قدرت اینو نخواهند داشت که حالت درونی وجود تو رو تغییر بدن. تو زندگی رو زیر لایه وضعیت زندگیت پیدا کرده ای. با قیبت زمان روانی خود تو از هستی معنا میگیره نه از گذشته شخصی تو. بنابراین نیاز روانی این که کسی بشی غیر از اونی که هستی ناپدید میشه. در جهان در سطح وضعیت زندگیت ممکن است ثروتمند دانشمند موفق و یا آزاد از این و اون بشی اما در ژرفهای وجود خود در لحظه حال کامل هستی پرسش در اون مرتبه احساس کمال در لحظه حال آیا قادر خواهیم بود هدفهایی رو در دنیای بیرونی تعیین کنیم و به سوی اونها گام برداریم پاسخ البته که قادر خواهی بود. اما دیگه توقع بی اساس اینو نداری که در آینده با هر چیز و هر کس برخورد می کنی تو رو نجات بده و یا موجب شادی و خوشحالی تو بشه. تا اونجایی که به وضعیت زندگی تو مربوطه چیزهایی هست که میتونی اونها رو به دست بیاری. این دستیابی ها در دنیای صورتها اتفاق میافته. دنیای به دست آوردن ها و از دست دادنها. اما تو در جرفهای وجودت با هستی پیوند داری. کامل هستی. وقتی این حقیقت رو خوب بفهمی، اون وقت کارهات سرشار میشه از بازیگوشی، شادمانی و انرژی. با رهایی از زمان روانی دیگه با تردید، تزلزل، ترس، عصبیت، ناخشنودی و میل به کسی دیگه شدن به سوی هدفهاد نمیری. دیگه ترس شکست خوردن مانع عمل و اقدام تو نمیشه. نفس شکست رو نابودی خود میپنداره. وقتی احساس خود رو از هستی بگیری، وقتی از شدن رها بشی، دیگه شادمانی هات و احساس خود تو به نتیجه ها وابسته نخواهد بود. به این ترتیب از ترس رها خواهی شد. دیگه در جایی که ثبات و عدم تغییر وجود ندارند طالب ثبات و دوام نمیشی در دنیای صورتها دنیای سود و زیان دنیای تولد و مرگ دیگه توقع نداری که وضعیتها شرایط جاها و یا آدمها مدام تو رو خوشحال کنند بنابراین اگه شادت نکنند آزرد خاطر نخواهی شد تو حضور همه چیز و همه کس رو مقتنم میدونی اما در بند هیچ چیز و هیچ کس نمیمونی. صورتها به دنیا میآیند و می میرند. اما تو متوجه آن بی صورت که در ذات همه صورت هاست. حالا میدونی که اون چیزی که واقعیت داره هرگز مورد تهدید قرار نمیگیره. نه خوفی تو رو در بر میگیره و نه حزنی. وقتی این حالت ملکه وجود تو بشه، چطور ممکنه موفق نباشی؟ تو پیشا پیش موفق شده ای. نقشه های ذهن برای فرار از لحظه حال، گم کردن لحظه حال، اصل گمراهی. پرسش حتی اگه سرانجام بپذیرم که زمان وهمه، چه فرقی به حال زندگی من خواهد داشت؟ من هنوز مجبور خواهم بود که در دنیای زندگی کنم که کاملا در تسخیر زمانه. سخ. پذیرش ذهنی موضوع دیگریه و هیچ تغییر و تفاوتی در زندگی تو ایجاد نمیکنه. فهم این حقیقت مستلزم زیستن اونه. وقتی تک تک سلول های بدن تو چنان حضور پیدا میکنن که با تپش های نبز زندگی می تپن و وقتی لحظه ها رو به عنوان محبتی گرانبها تجربه کنی اون وقت میشه گفت که از زمان رها شده پرسر، اما من هنوز مجبورم که صورت حسابهای آب و برق و تلفن و غیره فردا رو بپردازم هنوز پیر میشم و روزی خواهم مرد مثل همه پس چطور میتونم بگم که از زمان رها شدم پاسخ صورت حسابهای فردا مسئله نیست زوال تدریجی بدن مسئله نیست مسئله از دست دادن لحظه حاله به تعبیر دیگه اصل گمراهی و خسران که وضعیتی صرف، حادثه و یا احساسی رو تبدیل به مسئله شخصی میکنه و در و رنج میآفرینه گم کردن لحظه حال گم کردن لحظه حال گم کردن هستی است رهایی از زمان یعنی رهایی از نیاز روانی به گذشته برای ساختن هویت خیش و نیاز روانی به آینده برای تحقق آرزوها رهایی از زمان دگرگونی بنیادی آگاهی تو بعضی وقتها این دگرگونی یک باره و برای همیشه اتفاق میافته. این دگرگونی معمولا به دنبال رضا دادن به مشیت هستی در بخبه درد و رنج های جدی رخ میده. البته بیشتر آدم ها برای تحقق این دگرگونی در وجودشون باید تلاش کنم. وقتی که هنوز در ابتدای مرتبه تجربه بیزمانی آگاهی هستی، مدام بین لحظه حال و زمان در رفت آمد هستی. ابتدا در میابی که توجه تو خیلی کم به زمان حال معطوفه اما دانستن همین نکته که حضور نداری موفقیت بزرگیه. این دانستن حضوره. گرچه به لحاظ زمان ساعتی چند لحظه نپاید و باز ناپدید بشه در همین رفت و هاست که به تدریج میفهمی که باید توجه خود رو از گذشته و آینده برگیری و به لحظه حال معطوف کنی اگه درک کنی که لحظه حال رو از دست دادی اقامت تو در لحظه حال افزایش خواهد یافت بنابراین پیش از آگاهی و حضور جدی در لحظه حال مدام بین آگاهی و ناآگاهی و بین ساحت حضور و مرتبه یکی انگاری خود با ذهن در رفت و آمد خواهی بود. تو مدام لحظه حال را گم و بعد اون رو پیدا می کنی. انجام حضور مقام دائم تو میشه. برای بیشتر آدم ها تجربه حضور هرگز رخ نمیده و یا هنگامی رخ میده که دچار مصیبتی عظیم شده باشه. بسیاری از آدم ها بین آگاهی و ناآگاهی در رفت آمد نیستند بلکه بین سطوح مختلف ناآگاهی در رفت آمد هستند آگاهی معمولی ناآگاهی شهر پرسش منظور شما از سطوح مختلف ناآگاهی چیه پاسخ همونطور که میدونی در خواب مدام بین خواب بیرویا و خواب بارویا در رفت آمد هستی به همین شکل در بیداری بسیاری از آدمها بین حالت ناآگاهی معمولی و حالت ناآگاهی ژرف در رفت و آمد هستند. منظور من از ناآگاهی شایع و معمولی اینه که تو خود رو با روند افکار و احساسات، واکنش ها، آرزوها، خوش آمدن ها و خوش نیامدن ها بپنداری. این حالت حالت عادی بسیاری از آدم هاست در این حالت ذهن نفسانی توه که تو رو راه میبره و تو نسبت به هستی کل بیخبری. البته این حالت با درد و رنج شدید و احساس بدبختی همراه نیست اما با ناراحتی ملال خستگی و عصبیت همراهه شاید متوجه این حالت در خود نشی چون این حالت حالت عادی بسیاری از آدم هاست. مثل زمانی که متوجه صدای کولر نیستی. وقتی که اونو خاموش میکنن تازه متوجه میشی که صدایی بوده. وقتی این صدا متوقف میشه احساس سکوت و آرامش میکنی. بسیاری از آدم ها، مشروب، مواد مخدر، سکس، غذا، کار، تماشای تلویزیون، حتی خرید رفتن رو به عنوان داروی بیهوشی استفاده میکنن. تا دمی از شر ناراحتی و نارضایتی اساسیشون بکاهن. به تعبیر مولانا تا دمی از هوشیاری وارهند ننگ خم رو بنگ بر خود می نهند. می زند از خودی در بی خودی یا به مستی یا به شغل ای محتدی. وقتی این حالت اتفاق میافته کار و فعالیت های تو از شور و سرمستی توهی میشه و یک نواخت و تکراری میشه. شاید از کار خود چیزهای گیر بیاری و موقتا خوشحال بشی. اما این خوشحالی تو شادمانی و سرور نیست و خیلی زود جای خود رو به احساس ملال و خستگی میده. ملال و ناخشنودی به تدریج به درد و رنج ناآگاهی ژرف تبدیل میشه. حالت درد و رنج شدید و احساس بدبختی. حالتی که در اون همه چیز غلط از آب در میاد نفس در معرض تهدید قرار میگیره احساس کمبود و نداری میکنی و در رابطت با خانواده و دیگران خود رو شکست خورده احساس میکنی حالت ناآگاهی ژرف یا به تعبیر مولانا بیهوشی حالت پررنگ ناآگاهی شایع و معمولی است البته این دو با هم فرق میکنند اما نه در کیفیت بلکه در کمیت و شدت و ضعف. در حالت ناآگاهی شایع و معمولی مقاومتی در برابر آنچه که هست به وجود میاد و همین مقاومتی که تو رو شکننده و ناخشنود میکنه. بسیاری از آدمها این ناخشنودی رو به عنوان بخشی از زندگی عادی خود پذیرفتن. برای اونا ناشادی وضعی عادی شده وقتی این مقاومت به دلیل چالش ها و تهدید شدن نفس شدت میگیره نگرش منفی تو هم فربه میشه و خشم، ترس، تهاجم، افسردگی و غیره میزاید ناآگاهی ژرف اغلب به معنای اینه که دردمندی بدن تو یا همون پین بادی و یا به تعبیری دیگه بدن دردمند تو خود رو تثبیت کرده و تو خود رو با این دردمندی همزاد میپنداری این حالت در مواقع و جاهایی هم به وجود میاد که یک جمع و یا یک ملت حوزه ای از انرژی منفی جمعی رو پیرامون خود ایجاد میکنه. برای اندازه سطح ناآگاهی خود میتونی به چگونگی مواجه شدن خود با چالش های زندگی نگاه کنی آدمی که ناآگاه آگاه هنگام مواجه شدن با چالش های زندگی دوست داره ناآگاهتر بشه. اما آدم آگاه، هنگام مواجه شدن با چالش ها و دشواری های زندگی دوست داره آگاهتر یا هوشیارتر تر باشه. تو میتونی چالش ها و دشواری های زندگی رو به ابزاری برای بیداری خود تبدیل کنی. از طرفی میتونی به چالش ها و دشواری های زندگی، اجازه بدی تا بر تو چیره بشن و تو رو به اعماق ناآگاهی یا ناهوشیاری ببرن. در این صورت رویای ناهوشیاری شایع و معمولی به کابوس ناهوشیاری ژرف تبدیل میشه. اگه نتونی در اوضاع و احوال معمولی هوشیار و حاضر باشی مثل وقتی که در اتاق خود تنها نشسته ای، در جنگل یا کوه قدم میزنی یا به کسی گوش سپرده ای، بی تردید قادر نخواهی بود در شرایطی هوشیاری خود را حفظ کنی که با دشواری یا مصیبتی جدی روبرو شده ای. در این مواقع خود رو به واکنش های خود میسپاری واکنش هایی که چیزی نیستند مگر شکل های گوناگون ترس به این ترتیب به اعماق ناآگاهی یا ناهوشیاری فرو میری چالش ها و دشواری های زندگی آزمونی برای تو هستند کیفیت برخورد تو با دشواری های زندگی که میزان آگاهی تو را نشون میده. بنابراین بسیار ضروریه که در موقعیت های عادی و نبود چالش ها و دشواری های جدی آگاهی بیشتری را به زندگی خود تزریق کنی. به این ترتیب هوای معتدل حضور تو را رو رشد میده. حضور میدانی از انرژی پیرامون تو به وجود میاره. هیچ ناهوشیاری، هیچ نگرش منفی، هیچ خشم خشونتی نمیتونه از این میدان انرژی عبور کنه و خود رو به تو برسونه. اونها ناپدید میشن. همونطور که تاریکی در حضور نور ناپدید میشه. شاهد بودن عنصر اساسی حضوره. وقتی یاد میگیری که شاهد افکار و احساسات خود باشی تازه میفهمی که نقش ثابت ناهوشیاری معمولی تو چه بوده و تو چرا هرگز با خود راحت نبوده ای؟ در سطح افکار خود مقاومت بسیاری رو در شکلهای قضاوت کردن، احساس نارضایتی و فرافکنی به آینده و گریز از لحظه حال رو مشاهده می کنی. در سطح عواطف و احساسات خود دقدقه ها، تنش ها، ملالت ها و عصبیت ها را مشاهده می کنی. هر دوی اینها ابعاد ذهن تو در حالت عادی مقاومت آنها به دنبال چه می گردن؟ یونگ در یکی از کتابهایش گفتگویی داره با یکی از بومیان آمریکا. کسی که معتقد بود سفید پوستان گیافه های عصبی چشمانی زلزده و رفتاری خشن دارد. او گفته اونا همیشه در جستجوی چیزی هستند. اونا به دنبال چی می سفیدپوستان سفید پوستان همواره گم شده ای دارند. اونا مدام بیقرار و ناراحتند. ما نمیدونیم خواسته اونا چیه. به نظر ما اونا دیوانه بدیهی احساس نهفته ناخشنودی پیش از ظهور تمدن صنعتی غرب پیدا شد. اما در تمدن غرب که می رود الگوهای خود را بر جهان تحمیل کند، این احساس شدید تر است. احساس ناخوشنودی در زمان مسیح هم بوده است. پیش از آن در زمان بودا هم بوده است. چرا تو همواره استراب داری؟ مسیح از یکی از هواریون خود پرسید آیا دقدقه های تو می تواند یک روز به عمر تو اضافه کند؟ بودا گفته است خواستگاه درد و رنج آدمی خواست و آرزوست مقاومت در برابر لحظه حال و عدم رضایت و تسلیم ریشه در عدم اعتماد ما به هستی دارد ناآگاهی نسبت به هستی سرچشمه تمدن صنعتی توهی از انسانیت ماست فروید نیز این احساس نهفته ناخرسندی را فهمیده و در کتاب خود با عنوان تمدن و ناخرسندی هایش درباره اون سخن گفته. اما او ریشه این ناخرسندی رو تشخیص نداد و ندانست که آزادی از این ناخرسندی کاریست ممکن. کارکرد غلط جمعی تمدنی ناشاد و بی‌اندازه خشن به بار آورده که نه تنها خود رو بلکه کل زندگی رو بر روی کره زمین تهدید میکنه. محو ناهوشیاری شایع یا معمولی پرسش پس چطور میشه از این مصیبت رها شد پاسخ اون رو به سطح آگاهی خود بیار نسبت به اون آگاه شو ببین قضاوت های بیهوده مقاومت در برابر آنچه که هست و نفی لحظه حال چطور موجب پدید اومدن دقدقه ها، ها و تنش ها میشن؟ با تابش نور آگاهی و هوشیاری هر آنچه که متعلق به ساحت ناآگاهی و ناهوشیاری است محو میشه به محض اینکه شیوه محب کردن ناهوشیاری معمولی رو یاد میگیری نور حضور تو درخشیدن آغاز میکنه شاید نشه ناهوشیاری معمولی رو راحت کنار گذاشت چون امری عادی و شایع هست و به همین دلیل تا حدودی مورد قبول همگانه. با خودنگری نظارت بر احوالات ذهنی عاطفی خود رو به یک عادت تبدیل کن. از خود بپرس آیا من در لحظه کنونی آسود خاطرم؟ این پرسشی اساسی. این پرسش رو مدام مطرح کن. یا از خود بپرس در این لحظه در درون من چی میگذره؟ حداقل اقل به درون خود هم به اندازه اون چیزی که در بیرون تو میگذره اهمیت بده. اگه درون تو سامان یابد، بیرون تو نیز سامان خواهد یافت. درون تو از بیرون تو واقعی تره. تو بدون واسطه ی حواس خیش درون خیش را میبینی. واقعیت های بیرون از صافی حواست میگذرند و به تو میرسند. سعی نکن برای پرسش های بالا به سرعت جوابی پیدا کنی. توجه خود رو به درون خیش معطوف کن. نگاهی به درون خیش بنداز. ذهن تو چه فکرهایی رو تولید میکنه؟ چه احساسی داری؟ توجه خود رو به بدن خیش معطوف کن. به محض اینکه پی میبری که قشری از دغدغه و نگرانی روی دلت رو پوشانده و پارازیت متنی در پس زمینه آگاهی تو هست متوجه این نکته میشی که چگونه در مقابل زندگی میستی می از اون اجتناب میکنی و اون رو انکار میکنی با نفی لحظه ی حال آدم ها به شیوه های گوناگون در مقابل لحظه ی حال می ایستند با تمرین توان خودنگری و مشاهده ی حالات درونت افزایش پیدا میکنه رهایی از ناشادی آیا از کاری که می کنی بیزار هستی؟ این کار ممکنه شغل تو باشه یا تو موافقت کرده باشی کاری رو انجام بدی و اکنون در حال انجام دادن اون باشی اما پاره ای از وجود تو از این کار بیزاره و در برابر اون مقاومت میکنه. آیا نسبت به یکی از خیشان خود تنفری رو در دلت احساس می کنی؟ آیا می دونی انرژی که بدین ترتیب از خود ساطع میکنی تو رو و افراد پیرامون تو رو خراب میکنه به درون خیش نگاهی دقیق بنداز آیا در خود بیزاری و اکراه میبینی اگه چنینه اونها رو هم در سطح ذهن و هم در سطح عواطف و احساسات مشاهده کن ذهن تو چه فکرهایی رو پیرامون این وضعیت تولید میکنه اون وقت به عواطف و احساسات خود نگاه کن. عواطف و احساسات واکنش بدن تو به افکار توه. اونها رو احساس کن. آیا احساسات تو خوشایند هستند یا ناخوشایند؟ آیا این همون انرژیه که دوست داری در درون خود داشته باشی؟ آیا قدرت انتخاب داری؟ ممکنه حق تو رو خورده باشند. ممکنه کار تو ملالاور و خسته کننده باشه. ممکنه یکی از نزدیکان تو با تو درست برخورد نکنه و مدام تو رو بیازاره. همه اینها ربطی به ماجرا ندارن. اینکه افکار و احساسات تو نسبت به این وضعیت توجیح پذیره یا نه در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمیکنه. حقیقت اینه که تو در برابر آنچه که هست مقاومت می کنی. تو لحظه حال رو به دشمن خود تبدیل کرده ای. تو ناشادمانی میآفرینی و بین درون و بیرون خود جنگ به پا می کنی. ناشادی تو نه تنها درون تو و اطرافیان تو رو می آلاید بلکه روح جمعی بشریت رو هم آلوده میکنه. روحی که تو هم پاره ای از اون هستی. آلودگی کره زمین انعکاس بیرونی آلودگی درون توه. انعکاس درون آلوده میلیون ها فرد ناآگاه که مسئولیت دنیای درون خود را به عهده نمیگیره. یا دست بکش از کاری که انجام میدی و دوستش نداری و به طور سریح و شفاف صحبت کن با کسی که تو رو آزرده و احساس خود رو به او بگو یا اینکه حس منفی خود رو کنار بذار. حسی که ذهن تو اون رو پیرامون وضعیت موجود پدید آورده و کاری نداره جز اینکه خود دروغین تو رو فربهتر کنه در که بیهودگی این حس منفی بسیار مهمه اتخاذ شیوه انکاری و منفی در برابر وضعیت موجود هرگز کارساز نبود در واقع این شیوه در بسیاری از موارد دست و بال تو رو میبنده و مانع دگرگونی حقیقی میشه هر کاری که برخواسته از انرژی منفی تو باشه توسط همین انرژی منفی آلوده میشه و در رنج و ناشادمانی بیشتری را به وجود میاره. علاوه بر این حالت منفی درونی مصری هم هست. ناشادی راحت تر از بیماری های افونی به دیگران سرایت میکنه. به واسطه قانون انعکاس صدا حالت منفی درونی تو منفی اندیشی بالقوه دیگران رو به فعلیت در میاره و به شکلی شدیدتر به خود تو باز میگرده. مولانا میگه این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا مگر اینکه دیگران مسون باشند یعنی به شدت آگاه باشند آیا تو مشغول آلودن جهانی یا مشغول تطهیر جهان تو مسئول فضای درون خیش هستی. هیچ کس جز تو مسئول اون چیزی که در درون تو میگذره نیست. تویی که مسئول این کره خاکی زیبا و زنده ای. بیرون تو عکس درون توه. اگه آدمها درون خیش رو تطهیر کنن بیرون خیش رو هم آلوده نخواهند کرد. پرسش چطور می توان این حس منفی نسبت به زندگی رو کنار گذاشت؟ پاسخ با کنار گذاشتن آن همونطور که یک تکه زغال شعلور رو که روی دستت افتاده به زمین میاندازی، اندازی همونطور که باری سنگین و بی استفاده رو از دوش خود بر می داری و به کناری پرتاب می کنی. با فهم این نکته که تو دوست نداری بسوزی یا سنگینی باری بی ارزش رو تحمل کنی. بنابراین اونو رها کنی و آسوده میشی. معمولا ناهوشیاری ژرف مانند دردمندی بدن یا دردهای عمیق دیگه مانند از دست دادن یک عزیز نیازمند استحاله است. استحاله یعنی دگرگونی بنیادی. این استحاله از طریق پذیرش آمیخته به حضور تو صورت میگیره. توجه پایدار تو. از طرف دیگه بسیاری از الگوهای ناهوشیاری عادی رو با فهم این نکته که دیگه به اونها نیاز نداری تو آزادی و بخچه ای از انعکاس شرطی شده نیستی میتونی به راحتی کنار بذاری همه اینها به این معنیه که تو توان دستیابی به نیروی لحظه حال رو داری بدون این نیرو تو هیچ اختیاری نداری پرسش شما بعضی از احساسات رو منفی میخونید. به این ترتیب آیا دو قطب خوب و بد رو در ذهن نمی‌آفرینید؟ پاسخ نه. این قطب ها وقتی آفریده شد که تو درباره لحظه حال قضاوت کردی و اون رو بد دانستی. همین قضاوت بود که احساس منفی رو به وجود آورد. پرسش اما اگه شما بعضی از احساسات رو منفی بدونید آیا این به این معنی نیست که اون احساسات نباید وجود داشته باشند و خوب نیست که کسی دارای اون احساسات باشه؟ به نظر من باید به خودمون اجازه بدیم که هر احساسی رو که خود به خود پیدا میشه داشته باشیم و نگیم این احساس بده و ما نباید چنین احساسی داشته باشیم. عیبی نداره آزورده باشیم. عیبی نداره عصبانی باشیم. عیبی نداره برانگیخته و بیزار باشیم در غیر این صورت خود رو سرکوب کرده دچار تزاد و تناقض درونی شده ایم. و خود رو اونچنان که هستیم نفی کرده ایم. در هر آنچه که هست و اتفاق میافته خیر و خوبی نهفته است پاسخ البته که چنین است وقتی یک الگوی ذهنی و یا احساس و واکنش رو در خود میبینی اون رو بپذیر تو به اندازه کافی آگاه نبوده ای و در نتیجه چنین الگو و احساس و واکنشی در تو پیدا شده. تو اختیاری نداشته ای. این قضاوت نیست بلکه دیدن واقعیت است. اگر تو اختیاری می داشتی و یا میدانستی که اختیاری داری، آیا درد و رنج رو برمیگزیدی یا شادمانی رو، آرامش رو یا دقدقه رو، آشتی رو یا جنگ رو؟ آیا ممکن بود فکر یا احساسی رو انتخاب کنی که پیوندهای تو رو با حالت طبیعی سعادت و سلامت قطع کنه و تو رو از آب حیات شادمانی درون خیش محروم کنه؟ من احساس منفی رو بد می نامم. نه به این دلیل که تو رو سرزنش کنم که چرا چنین احساسی داری بلکه می خوام تو رو متوجه یک بیماری کنم در قرن بیستم آدم ها به دست خود صد میلیون آدم دیگر رو کشتن. چرا؟ چرا آدمها چنین درد و رنج عظیمی رو به خود تحمیل می اگه شمار خشونت های روانی، عاطفی و فیزیکی رو و اگه شکنجه ها و دردهای گوناگون رو به این رقم اضافه کنیم، حماقت و جنون بشر از حد تصور بیرون میره. آیا آدمها ها چنینن؟ چون با ذات حقیقی خود در ارتباطند. همون ذاتی که سرچشمه همه شادمانی ها و خوبی ها و زیبایی هاست؟ البته که نه. تنها آدم هایی که در حالتی کاملا منفی قرار دارند، تنها کسانی که احساس خوبی ندارند میتونن چنین فاجعه هایی رو به بار بیارن. این فاجعه ها انعکاس اون چیزیه که در درون اونها میگذره. همکنون همین آدم هستند که طبیعت رو ویران میکنند و به یغما میبرند. طبیعتی که زامن حیات بر روی کره زمینه باور کردنی نیست اما حقیقت داره انسان موجودی زلوم و جهول انسان موجودی خطرناک و بیمار این قضاوت نیست بیان واقعیت اما این هم واقعیت که انسان توان اینو داره که برتر از فرشتهها ها بشینه زیر لایه‌های دیوانگی انسان چشمه‌های زلال بسیرت نهفته است شفا و بهبودی در دسترس انسانه یعنی در لحظه حال به سخن تو بازگردم درسته که وقتی حالت و احساسات منفی خود رو میپذیری دیگه مجبور نیستی کورکورانه خود رو به دست اونها بسپری و اونها رو به دیگران سرایت بدی اما میترسم خود رو گول بزنی و در همین مرحله بمونی وقتی پذیرش رو برای مدتی تمرین کردی به نقطه ای میرسی که لازمه به مرحله بالاتر بری مرحله ای که در آن چنین حالات و احساساتی به وجود نمیاد اگر چنین جهشی نکنی پذیرش تو تنها یک برچسب ذهنی میشه که به نفسانیت تو مجالی میده تا ناشادمانی رو فربتر کنه و به این ترتیب احساس جدایی تو رو از دیگران و از اینجا و لحظه حال تشدید کنه همونطور که میدونی جدایی مبنای احساس هویت نفسه. پذیرش واقعی بیدرنگ این حالات و احساسات را تبدیل میکنه. اگر معنای ژرف این جمله را دریابی که میگه در هر آنچه که هست و اتفاق میافتد خیر و خوبی نهفته است که این گفته بسیار درستم هست اون وقت آیا در تو جایی برای حالات و احساسات منفی باقی میمونه؟ بدون قضاوت بدون مقاومت در برابر اون چیزی که هست و اتفاق میافته چنین حالات و احساساتی به وجود نمیاد تو این مفهوم رو در ذهن خود داری که هر آنچه که هست و اتفاق میافتد خیر و خوب است اما دل تو هنوز به درستی این جمله اقرار نکرده به همین دلیله که الگوهای کهنه ذهنی عاطفی مقاومت در برابر آنچه که هست و اتفاق میافتد هنوز در تو باقی هم. همین الگوها هستند که به تو احساسی ناخوشایند میدن. آیا تو از حق خود برای ناآگاه بودن، از حق خود برای رنج بودن دفاع می کنی؟ نگران نباش، هیچ کس نمی خواد این حقو از تو بگیره. به محض اینکه بفهمی غذای خاص تو رو بیمار میکنه آیا همچنان به خوردن اون ادامه میدی و میگی بیمار شدن خیر و خوبه؟ هر جا که هستی با تمام وجود خود آنجا باش. پرسش آیا ممکنه مثالهای بیشتری از حالت ناآگاهی یا ناهوشیاری عادی و معمولی بیاری؟ پاسخ ببین میتونی مش خود رو هنگام گله و شکایت؟ چه هنگام فکر کردن و یا هنگام حرف زدن بگیری؟ یعنی گله و شکایت از اوضاع و احوالی که داری اون چیزی که دیگران دربارت گفتن و یا بر علیهت انجام دادن اون چیزی که پیرامونت میگذره وضعیت زندگیت و حتی وضع هوا گله و شکایت همیشه به معنای عدم پذیرش آنچه که هست است و باری منفی داره وقتی گله و شکایت میکنی خود رو قربانی تلقی میکنی وقتی علنا اعتراض میکنی تحت اختیار خودت در میای پس با اقدامی درست و یا اعتراضی علنی و سریع اگه ضروری و ممکن باشه وضعیت رو عوض کن یا وضعیت موجود رو به حال خود بگذار و یا اون رو بپذیر این یعنی دیوانگی ناهوشیاری یا ناآگاهی عادی و معمولی همواره به نفی لحظه حال مربوطه البته لحظه حال شامل اینجا هم میشه آیا تو در برابر لحظه اکنون و این جایی که هستی مقاومت می کنی؟ بسیاری از آدم ها دوست دارند جایی باشند غیر از جایی که هم اکنون هستند. این جایی که هستند برای اونها هیچ وقت خوب و مناسب نیست. به واسطه خودنگری ببین آیا تو هم جزو این دسته هستی یا نه؟ هر جا که هستی با تمام وجود خود اونجا باش. اگه اکنون و این جایی که هستی برات قابل تحمل نیست و تو رو ناراحت میکنه سه گزینه پیش پای تو هست. خود رو از اون وضعیت بیرون بکش، دگرگونش کن و یا اون رو کاملا بپذیر. اگه میخوای مسئولیت زندگی خود رو بپذیری، باید یکی از این سه گزینه رو انتخاب کنی و باید اون رو همین الان انتخاب کنی. اون وقت طبعات انتخاب خود رو بپذیر. عذر و بهانه نیار. منفیگرایی رو کنار بگذار. روح خود رو تطهیر کن. فضای درون خود رو پاک نگه دار. اگه میخواهی اقدامی بکنی یعنی از وضعیت موجود بیرون بیای و یا اون رو دگرگون کنی اول منفیگرایی رو کنار بگذار. البته اگه ممکنه اقدامی که مبتنی بر بصیرت باشه بسیار موثرتر از اقدامیه که مبتنی بر منفی‌گراییه عمل اغلب بهتر از بیعملیه. به ویژه وقتی که برای مدتی طولانی در وضعیتی ناشاد مونده باشی اگه اقدام تو خطا باشه حداقل آزمونیه که میتونه به تو چیزی بیاموزه ما میتونیم از خطاهای خود هم درس بگیریم اگه در وضعیت ناشاد خود باقی بمونی و کاری نکنی چیزی یاد نمیگیری آیا ترس مانع این میشه که کاری بکنی به ترس خود اقرار کن اون رو ببین توجه خود رو به اون معطوف کن با تمام وجود با ترس خود حاضر باش اجازه نده ترس تو خود رو به ذهن تو بکشونه از نیروی لحظه حال استفاده کن ترس نمیتونه بر نیروی لحظه حال چیره بشه. اگه واقعا نمیتونی کاری برای دگرگونی اکنون و همین جایی که هستی انجام بدی و نیز نمیتونی خود را از وضعیت موجود بیرون بکشی پس با کنار گذاشتن مقاومت درونی اکنون و این جایی که هستی رو کاملا بپذیر به این ترتیب خود ناشاد و دروغینی که احساس بدبختی، بیزاری و تأسف به حال خیشتن رو دوست داره نمیتونه باقی بمونه. معنی تسلیم همینه. تسلیم به معنی ضعف نیست. نیروی عظیمی در تسلیم نهفته است. تنها آدمهایی که رضا به داده دادن و گره از جبین گشادن نیرومندند به واسطه تسلیم و رضا درون خود رو از بند شرایط و موقعیت ها می رهانی. اون وقت در میابی که شرایط و موقعیت ها بیان که کاری کرده باشی و خون دل خورده باشی دگرگون می شن. در هر حال تو آزاد و رها خواهی بود. آیا کاری هست که تو باید انجام بدی و انجام نمیدی؟ برخیز اون رو همین الان انجام بده. وگرنه بیعملی، تنبلی و یا انفعال خود رو در لحظه ی حال کاملا بپذیر. اگه این تنها گزینه باقی مانده ی توه، خود رو به دست این گزینه بسپار. به اعماق اون برو. از اون لذت ببر. تا جایی که میتونی بیعمل و تنبل باش. اگه به طور کامل و آگاهانه به اعماق این گزینه بری، خیلی زود از اون بیرون میاد. یا شاید هم بیرون نیاد. در هر حال دچار تضاد درونی مقاومت و منفیگرایی نخواهی بود و این دستاورد کوچکی نیست آیا دچار فشار عصبی هستی آیا انقدر دل مشغول آینده که لحظه حال رو به وسیله برای رسیدن به اون تنزل داده ای؟ فشار عصبی نتیجه اونه که اینجا باشی و بخوای اونجا باشی یا در لحظه حال باشی و بخوای در آینده باشی این ترکیه که تو رو از درون به میکنه ایجاد این ترک و زیستن با اون حماقته اینکه همه به این حماقت دوچارن از زشتی اون کم نمیکنه اگه چاره ای نداری پس با سرعت وارد اون بشو با سرعت کار کن یا حتی فرار کن اما از فرافکنی به آینده و یا مقاومت در برابر لحظه اکنون اجتناب کن. این کارها رو با تمام وجود انجام بده. از انرژی جاری لحظه حال مند شو. حالا دیگه دچار فشار عصبی نیستی. حالا دیگه شکافی در درون تو وجود نداره. فقط پذیرش یا کار یا فرار و لذت بردن از اون وجود داره و بست. یا یعنی اینکه میتونی همه چیز رو رها کنی و روی نیمکت پارکی بشینی اما اگه این کارو کردی ناظر ذهن خود باش ممکنه ذهن تو به تو بگه تو باید کاری بکنی تو داری وقت خودتو هدر میدی ذهن خود رو تماشا کن به اون بخند آیا گذشته بخش عمده ی توجه تو رو به خود اختصاص داده آیا اغلب به گذشته فکر میکنی یا درباره اون حرف میزنی مثبت یا منفی فرقی نمیکنه. دستاوردهای بزرگت، ماجراها و تجربهات، حادثه های قنباره، جفاهای دیگران نسبت به تو، جفاهای تو نسبت به دیگران. آیا روند فکر تو احساس گناه، غرور، بیزاری، خشم، افسوس و دلسوزی نسبت به خود رو در تو موجب میشه؟ در این صورت تو نه تنها احساسی دروغین از خود رو موجب شده ای بلکه با تلمبار کردن گذشته در روح خود روند پیر شدن بدن رو سرعت بخشیده ای. به آدمهایی نگاه کن که در پیرامون تو هستند و خیلی سفت و سخت به گذشته چسبیدن. اونها شاهدی بر درستی مدعای من هستند. هر لحظه نسبت به گذشته بمیر. تو به گذشته احتیاجی نداری. فقط هنگامی به گذشته رجوع کن که در ارتباط با لحظه حال باشه. نیروی لحظه حال و کمال هستی رو احساس کن. بر قلم سون خطایی نرفته. حضور خود رو احساس کن. آیا نگران هستی؟ آیا دقدقه حادثه های محتمل آینده رو داری؟ تو خود رو با ذهن خود یکی انگاشتی ای و این خود دروغین رو به وضعیتی در آینده خیالی فرافکنی کرده ای و موجب ترس خود شده ای. بی تردید تو از پس این وضعیت خیالی بر نمی چون این وضعیت وجود خارجی نداره. این وضعیت شبهی ذهنیه. با حضور در لحظه حال به این فرسایش احمقانه جسم و جان خاتمه بده. نسبت به تنفس خود آگاه شو. هوایی که به درون بدن تو وارد و از اون خارج میشه رو احساس کن. میدان انرژی درونی خود رو احساس کن. لحظه حال تنها واقعیتیه که باید با اون مواجه بشی. از خود بپرس که در لحظه حال و نه در سال آینده، فردا و یا پنج دقیقه دیگه چه مشکلی داری. لحظه حال چه ای داره؟ تو همواره با لحظه حال طرف هستی، نه آینده. تو هرگز با آینده طرف نمیشی. پاسخها، سرچشمه توانایی ها و یا اقدام های عملی درست هر وقت که بخوای در دسترس توه همینجا و در لحظه اکنون نه در گذشته و نه در آینده. یک روز به چنگش خواهم آورد. این چیزیه که همه فکر و ذکر تو رو به خود اختصاص داده و باعث شده تا تو لحظه حال رو به وسیله نازل برای رسیدن به چیزی در آینده تبدیل کنی. این کار شور و سرمستی رو از کارهای اکنون تو میگیره. تو همیشه منتظری تا یک روز زندگی رو شروع کنی. اگه با چنین الگویی در ذهن خود زندگی کنی به هر چه و هر جا که برسی باز از لحظه اکنون خود ناراضی خواهی بود. آینده همواره برای تو بهتر از لحظه حال خواهد شد. این دستورالعملی برای نارضایتی دائم و احساس ناکامی. آیا این طور نیست؟ آیا به انتظار مدام عادت کرده ای؟ چقدر از زندگی خود را در این انتظار صرف کرده ای؟ البته انتظارهای کوچیک بد نیست مثل انتظار در صفح اتوبوس، اداره پست، فرودگاه یا انتظار برای مسافری که قرار بیاد یا کاری که قرار تموم بشه و غیره اما انتظار برای تعطیلات آینده شغل بهتر بزرگ شدن بچه ها رابطه ای حقیقتا معنادار موفقیت پولدار شدن مهم شدن روشن شدن انتظار خوبی نیست بسیاری از آدمها همه عمر خود رو صرف می کنند تا شاید عاقبتی به روزی برسن که بتونن واقعا زندگی کنن. انتظار حالتی از حالات ذهن. انتظار اساسا به معنی اینه که تو آینده رو میخوای. لحظه حال رو نمیخوای. اون چیزی رو که داری نمیخوای. اون چیزی رو میخوای که نداری. با هر انتظاری نزایی در درون میآفرینی بین اینجا و اکنون خود. جایی که نمیخوای باشی و آیندهی که فرافکنی کرده جایی که میخوای باشی. این نزا باعث میشه که لحظه حال رو از دست بدی. به این ترتیب از کیفیت زندگی تو کاسته میشه. البته هیچ عیبی نداره که برای بهبود شرایط زندگی خود تلاش کنی. تو میتونی شرایط زندگی خود رو بهبود ببخشی. اما زندگی خود رو نه. زندگی اصل و اساسه. زندگی هسته هستی توه. زندگی فینقصه کامل و تمامه. وضعیت زندگی تو عبارت از شرایط و تجربه های تو. هیچ عیبی نداره که هدفهایی رو برای خود تعیین کنی و برای رسیدن به اونها تلاش کنی. اشکال در اینه که این هدفها رو جانشین احساس خود از زندگی کنی و اونها رو با هستی اشتباه بگیری. لحظه حال رو وسیله کنی و اون رو به پای آینده بریزی. در این صورت به معماری میمونی که بدون توجه به شالوده ساختمان همه توجه خود رو به ساختن خود ساختمان معطوف میکنه. برای مثال، بسیاری از آدمها در انتظار خوشبختی به سر میبرند. خوشبختی چیزی نیست که در آینده به سراغ کسی بیاد. خوشبختی زمانی حاصل میشه که تو واقعیت حال خیش رو بپذیری و اون رو مقتنم بدونی. یعنی جایی رو که هستی، کسی رو که هستی، چیزی رو که همکنون داری. زمانی که کاملا اون چیزی رو که داری بپذیری، با حسی از شکر و امتنان نسبت به اون چیزی که داری زندگی کنی، شکر اون چیزی رو که هست به جا بیاری و شاکر هستی بی منتها باش. سعادت حقیقی، اقتنام فرصت کنونی و کمال زندگی در لحظه ی حاله. خوشبختی ساکن آینده نیست. بنابراین خوشبختی سر وقت خود رو در صورتهای گوناگون جلوگر خواهد ساخت. اگر از اون چیزی که داری راضی نباشی یا از بیچیزی خود ملول و خشمین باشی این احساس تو رو بر می تا ثروتمند بشی. اما حتی اگه میلیونها دلار ثروت هم نصیب تو بشه باز احساس بیچیزی خواهی کرد و در اعماق وجودت خود رو ناکام خواهی یافت. میتونی خوشی های بسیاری رو با پول بخری اما همه این خوشی ها و می و باز تو رو همچنان گدای خواهش های جسمی و روحی باقی می سارن. اینا چیزی نیستن که تو رو ساکن وجود کنند و طعم سعادت حقیقی رو به تو بچشونن. بنابراین از انتظار به عنوان حالتی از حالتهای ذهن دست بکش. وقتی میبینی داری به حالتی از انتظار میخزی از این حالت بیرون بیا به لحظه حال بیا فقط باش و از هستی خیش شادمان باش اگه حاضر باشی دیگه نیازی باقی نمیمونه تا انتظارش رو بکشی اون وقت اگه کسی بهت بگه که ببخشید منتظر نگهت داشتم خواهی گفت خواهش میکنم من در انتظار نبودم من فقط اینجا ایستاده بودم و از حضور خودم لذت می بردم. قرق لذت حضور خود در هستی بودم. اینها فقط چند نمونه از ترفندهای ذهن برای انکار لحظه حال هستند. نفی لحظه حال خود پاره ای از ناهوشیاری عادی و معمولیه. اینها معمولا ندیده گرفته میشن چون جزئی از روال عادی زندگی آدم ها شدن. اما هرچی بیشتر وضع ذهنی عاطفی درون خود رو ببینی و ببینی که چطور به دام گذشته و آینده راحت تر از دام زمان بیرون خواهی جست اما فراموش نکن که خود دروغین ناشاد که ساخته و پرداخته یکی انگاری خود با ذهنه با زمان زنده است این خود دروغین ناشاد میدونه که لحظه حال مرگ اوست و به همین دلیل همواره خود را مورد تهدید حضور در لحظه حال میبینه. خود دروغین ناشاد با تمام توان سعی میکنه تا تو را از لحظه حال بیرون بیاره. خود دروغین ناشاد مدام تو را به سوی دام زمان میکشونه هدف درونی سفر زندگی تو پرسش میتونم درستی سخن شما رو بفهمم اما هنوز فکر می کنم که ما باید در سفر زندگیمون هدفی داشته باشیم. در غیر این صورت دستخوش حوادث خواهیم شد و با باد خواهیم رفت. هدف هم آینده رو در خود داره. آیا اینطور نیست؟ چطور میتونیم هدف داشتن رو با زیستن در لحظه حال جمع کنیم؟ پاسخ وقتی در سفری هستی بی تردید دونستن اینکه به کجا میری خیلی کار سازه. اما فراموش نکن که در نهایت اون چیزی که مهمه گامیه که در لحظه حال برمیداری. لحظه حال تمام اون چیزیه که هست. سفر زندگی تو یک هدف بیرونی و یک هدف درونی داره. هدف بیرونی سفر زندگی تو رسیدن به هدف یا مقصد، تحقق خواسته ها، انجام کارها، دستیابی به این و آن و غیر است که البته آینده رو در داره. اما اگه مقصد تو چنان تو رو به خود مشغول کنه که لحظه حال رو فراموش کنی اون وقت از هدف درونی سفر زندگی محروم میمونی هدفی که به جایی که میخوای بری و یا کاری که میکنی هیچ ربطی نداره و فقط به کیفیت زندگی تو ربط داره این هدف ربطی به آینده نداره اما به کیفیت آگاهی تو در لحظه حال مربوطه هدف بیرونی سفر زندگی به چشمانداز افقی زندگی تو تعلق داره. اما هدف درونی سفر زندگی تو به جرفای هستی تو در بود عمودی بیزمانی لحظه حال تعلق داره. ممکنه تحقق هدف بیرونی سفر زندگی تو مستلزم برداشتن میلیون ها گام باشه. اما هدف درونی سفر زندگیت با نخستین گام تو تحقق پیدا میکنه. یعنی گامی که در لحظه حال برمیداری. هرچی بیشتر نسبت به این گام آگاه میشی، متوجه میشی که این گام در بردارنده ی همه گام ها و حتی مقصده. بنابراین این گام جلوه کمال، زیبایی و کیفیت میشه. این گام تو رو به ساحت هستی میبره. نور هستی از خلال همین گام میتابه. این گام هم هدف، هم راهه و هم کامیابی سفر درونی تو سفر از خود به خود پرسش آیا دستیابی به هدف بیرونی مهمه؟ آیا شکست و موفقیت در دنیای بیرونی اهمیتی داره؟ پاسو هدف بیرونی تا جایی اهمیت داره که تو هنوز هدف درونی سفر زندگی رو درک نکرده بعد از اون این هدف فقط یک بازیه که میتونی به اون ادامه بدی و لذتش ببری و یا از اون دست بکشی. در ضمن ممکنه در دستیابی به هدف بیرونی شکست بخوری اما در عرصه درون کاملا موفق باشی. عکس اینم صادقه یعنی در بیرون و ظاهر کاملا ثروتمند باشی اما در درون گدای گدا بمون به گفته کتاب مقدس دنیا رو به دست بیاوری و خود را از دست بدهی. البته این نکته رو هم باید در خاطر داشت که همه کامیابی‌های بیرونی دستخوش زوال و فنایند چون در دنیای صورتها چیزی ثابت و پابرجا نمیمونه به تعبیری همه صورتها فانیاند هیچ چیز باقی نیست در دنیای صورتها همه چیز مشمول قانون عدم صبات. به زودی متوجه میشی که رسیدن به هدف بیرونی نمیتونه به تو احساس کامیابی پایدار ببخشه. با دیدن محدودیت های هدف بیرونی، انتظار غیرواقعی خود، مبنی بر احساس کامیابی پایدار از رسیدن به هدف بیرونی رو کنار میذاری و اون رو به خدمت هدف درونی خیش در میاری. گذشته تا به حضور تو را ندارد. پرسش. شما یادآور شدید که فکر کردن یا حرف زدن درباره گذشته ضرورتا یکی از شیوه برای گریز از لحظه حال اما صرف نظر از گذشته که به یاد میاریم و شاید خود رو با اون یکی می انگاریم آیا سطح دیگه ای از گذشته در درون ما وجود نداره که ریشه دارتر باشه من درباره گذشته ناخودآگاهی صحبت می کنم که زندگی ما رو شرطی کرد به ویژه از خلال تجربه های کودکی ما شاید از خلال تجربه های زندگی های گذشته ما در ضمن شرایط فرهنگی ما هم وجود داره شرایطی که شامل تاریخ ها و جغرافی های زندگی کنونی ما هم میشه همه اینها نگاه ما به دنیا و زندگی رفتار ما افکار ما روابط ما و شیوه زندگی ما رو شکل میده چطور میشه نسبت به همه اینها آگاه شد چطور میشه از همه اینها رها شد؟ این آگاهی و رهایی چه مدت زمان میبره؟ گیرم که آگاه و رها هم بشویم اون وقت چه چیزی برای ما باقی میمونه؟ پاسخ وقتی توهم از بین میره چه چیزی باقی میمونه؟ لازم نیست گذشته ی ناخداگاه خود رو بکاوی مگر اون چیزهایی رو که همکنون در افکار، احساسات، آرزوها، واکنشها و یا حادثه بیرونی که برات اتفاق میافته منعکس میشه. اون چیزی رو که لازمه درباره گذشته ناخودآگاه خود بدانی، چالش های کنونی زندگی به تو نشان میدهند. گذشته ته نداره. هرچی بیل بزنی به ته اون نمیرسی. ممکنه فکر کنی که به زمان بیشتری نیاز داری تا گذشته رو بشناسی و از اون رهاشی. به تعبیر دیگه ممکنه فکر کنی که آینده تو رو از گذشته آزاد خواهد کرد. این یک پندار باطله. تنها لحظه حاله که میتونه تو رو از گذشته آزاد کنه. زمان بیشتر نمیتونه تو رو از زمان آزاد کنه. به نیروی لحظه حال متوسل شو. کلی لحظه حال پرسش. نیروی لحظه حال چیه؟ پاسخ. نیروی لحظه حال چیزی نیست مگر نیروی حضور تو. نیروی لحظه حال آگاهی تو که از صورتهای گوناگون فکر رهایی پیدا کرده. بنابراین فقط در لحظه حال که میتونی از پس گذشته برای. هرچی بیشتر به گذشته بپردازی، گذشته رو بیشتر تقویت میکنی و از دل اون خودی دروغین رو بیرون میاری. اشتباه نکن توجه لازمه اما نه به گذشته به عنوان گذشته توجه خود رو به حال معطوف کن به رفتار واکنش ها حالات افکار احساسات ترس ها و آرزوهای خود در لحظه حال گذشته در تو هست اگه به اندازه کافی در لحظه حال حضور داشته باشی و ناظر همه اون چیزها باشی نه با انتقاد تیزی و تحلیل و قضاوت بلکه بدون قضاوت اون وقت میتونی با توسل به نیروی لحظه حال گذشته رو محو کنی با کند و کاف در گذشته نمیتونی خود رو پیدا کنی تو خود رو با حضور در لحظه حال میابی پرسش آیا مفید نیست که گذشته رو بشناسیم و بدونیم علت بعضی از کارهایی که میکنیم چیه؟ چرا به این شیوه واکنش نشون میدی؟ یا چرا ناخداگاه غم و اندوه میآفرینی؟ الگوهایی برای روابطمان میسازیم و غیر پاسو. هرچه بیشتر واقعیت حال خیش رو میشناسی، این نکته بر تو معلوم میشه که علت رفتارهای شرطی شده تو چیه؟ برای مثال، چرا روابط تو تابع بعضی از الگوهاست؟ و بدینسان دینسان ممکنه چیزهایی رو که در گذشته اتفاق افتاده به یاد بیاری و اونها رو شفافتر ببینی. این خوب و مفیده اما بنیادی نیست. حضور توه که بنیادیه. همین حضوره که گذشته رو محو میکنه. حضور عنصر اساسی تحول بنیادیه. بنابراین در بند فهم گذشته نباش. همونطور که هستی حضور داشته باش. گذشته تا به حضور تو را نداره. گذشته فقط در قیاب توست که باقی میمونه.